سلام عرض میکنم خدمت همه شما دنبال کنندگان عزیز و دوست داشتنی و گل گلاب کانال یوتیوب کلاب هاوس فارسی. امیدوارم حال همتون خوب باشه، سالم و سرحال و سلامت باشید. همونطوری که در محتوایی گذشته خدمتون قول داده بودم و ما قسمتی از صحبت‌های علی حسین قاضی‌زاده، روزنامه نگار و خبرنگار شاغل در تلویزیون ایران اینترنشنال رو خدمتون ارائه دادیم، در پیوند با مسائل مربوط به انقلاب نوین ملت ایران و مناظره‌ای که با محمدعلی آهنگران دارن و داشتن، و ما همونطوری که عرض کردم فقط تونستیم در محتوای گذشته قسمتی از اون رو خدمتون ارائه بدیم. در این محتوا با محمدعلی آهنگران، آقای علی حسین قاضی‌زاده به صورت مفصل در مورد لزوم ادامه انقلاب نوین ملت ایران و البته براندازی و عدم امکان پروژه‌ای به نام اصلاحات ساختاری در کشور صحبت میکنیم و صحبت میشه. در ادامه آقای قاضی‌زاده همینطور با یکی از چهرهای رسانه‌ای و فعال در کلاب هاوس بهشتی در ارتباط با مسائل مربوط به ائتلاف و اپوزیسیون و ضعف‌هایی که این روزها بسیاری از ماها می‌بینیم که مردم و هم چهره‌های فعال رسانه‌ای نسبت به مشی که اپوزیسیون تا به حال داشتن و حتی نتونستن که یک ائتلاف ساده با هم دیگه تا به حال تشکیل بدن و قدم‌های جدی بردارن برای انقلاب زن زندگی آزادی، و تنها اگر همکاری شده به صورت انفرادی شده و نمیشه گفت که واقعا کار به صورت جدی بوده. به هر حال بریم با هم کلاب صدای فردا با حضور محمدعلی آهنگران و علی حسین قاضی‌زاده شروع بکنیم. مثل همیشه در مابین صحبت‌های مهمانان من مهمترین اخبار و توییت‌ها رو خدمتتون حتما ارائه خواهم داد. اگه از من بپرسید که مثلا ظرف 4 سال آینده، ظرف 5 سال آینده، حالا 1 سال آینده، 2 سال آینده اصلاحات ساختاری صورت میگیرد، بنده هم با شما هم داستانم که نخیر، اصلاحات ساختاری صورت نمیگیرد، کما اینکه ظرف 2-3 سال آینده هم از نگاه من در این شرایط براندازی صورت نمیگیرد. شما صحبت از عملکرد اشخاص کردید، شما صحبت از عملکرد رهبری کردید. زمانی که شما دارید از عملکرد اشخاص صحبت میکنید، با تغییر این اشخاص، چه تغییر ذهنشون و فکرشون، چه تغییر فردشون و شخصشون و به قول معروف مساعدت حضرت عزرائیل، به قول معروف یا اراده الهی، و آمدن آدمهای جدید و تغییر نسلها و تبادل نسلها، تغییرات اتفاق میفته. گاهی اوقات یه تغییری احتیاج به یه مثلا چند ساعت کار داره، گاهی اوقات یک تغییر چند روز، چند ماه، چند سال، گاهی اوقات یک تغییر چند نسل رو پشت سر میذاره تا به وجود بیاد. من یکی شخصا وقتی صحبت از اصلاح ساختار میکنم، یعنی که اولا تغییر آدمها رو تاثیرگذار میدونم تو تغییر نتایج و تغییر مسائلی که وجود داره. ببینید مثلا در همین قانون اساسی فرض بگیرید الان یه رهبری باشه و مسئولینی باشن و مدیرانی باشن که اینها دموکراتیک فکر بکنن. فرض بگید الان اصلا نظام جمهوری است، نظام جمهوری هم نیست، اصلا یه نظام سلطنتی است، مثلا مثل اماراته. خب یه نظام امیری شیخی طائفه‌ای است که مبتنی بر عرض کنم اراده توایف داره اداره میشه. خب هیچ اثری از دموکراسی هم نیست، ولی چون بین مردم و بین حاکمان صلح برقراره و حاکمان تلاش میکنن که حد اکثر رضایت رو برای مردمشون به وجود بیارن، پاسپورت خوب درست کنن، مملکت خوب بسازن، سرمایه گذاری جلب بکنن، کشورشون میکنن قطب گردشگری و تجارت در دنیا، حتی بدون فرایندهای دموکراتیک هم مردم با حاکمیت و حاکمیت با مردم در یه فرایند درستی هستن. چرا؟ چون اشخاص، افکار، ذهن حاکمه که تعیین میکنه که اون رابطه با مردم به چه صورت باشه. ما زمانی که از اصلاحات ساختاری صحبت میکنیم، اولا صحبت از مطالبه اصلاحات در ذهن اشخاص حاکم میکنیم.
اگر اشخاص حاکم ذهنشون قابلیت اصلاح نداشته باشه، تغییر تمایل و مطالبه تغییر این مسئولینی که ذهنشون عرض کنن تغییر نمی کنه رو داره. ممکنه این تغییر به لحاظ واقعی ها، نه به لحاظ این که بشود خوبه بشه یا خوبه نه، خوبه که بشه، ولی اگر نشود ممکنه در این نسل ما اتفاق نیفته، ولی در نسل های بعدی اتفاق میفته. این اصلاحات بعد از اینکه در ذهن ها و در اشخاص اتفاق افتاد، در ساختار هم، بله، ما که گفتیم باید حتما عرض کنم که ساختار نظام جمهوری اسلامی ساختار دموکراتیکی باشه، ساختار نظارت پذیری باشه، ساختاری باشه که بین مردم و حاکمان صلح و صفا برقرار باشه، رهبری و بقیه نهادها همه مدتدار باشن، همه تحت نظارت باشن، چارچوبش هم تو قانون اساسی هست. حالا شما ممکن میگید قانون اساسی ایراد شکلی داره، ایرادی داره، گره داره توش، فلان داره. به هر ترتیب وظیفه آدمهای تحصیل کرده، وظیفه نهادهای مدنی، وظیفه چهره های مؤثر فکری و سیاسی اینه که این مطالبات رو در قاعده و قانون خشونت پرهیز داشته باشن. ممکنه انقدر رنج مردم به این درجه از عرض کنم نقطه جوش برسه که دیگه حرف ما و حرف به قول معروف اونهایی که اصلاحات ساختاری میکنن هم شنیده نشه. اما برداشت من اینه که ما همچنان با یک مردمی طرفیم که ترجیح میدن که در کشور تغییر روش ها و اصلاح ساختاری صورت بگیرد تا براندازی. اصلا هر یه روز باید بذاری کنار، باید بیای داخل مردم، باید کاسبی کنی، تجارت کنی، باید با دنیا رابطه بگیری. این مدل حکمرانی دوام پیدا نمیکنه. اگه بخوادم ادامه پیدا کنه خودش رو ساقط میکنه. اصلا لازم نیست که شما براندازی کنی، لازم نیست شما بری پاسگاه و وزارت خونه بگیری، خودش ساقط میشه. اگر اون روز این اصلاحات ساختاری هم اتفاق نیفته و این آدم ها ادامه پیدا بکنن، خودشون رو ساقط میکنن. یعنی اینجا دیگه مسئله براندازی چیز، یعنی تقدیر محتومه، نه چیزی که من و شما دنبالش باشیم. پس اونطوری که من متوجه شدم، این چیزی که شما از اصلاحات ساختاری میگید یه آرزوه، چون هیچ طرح عملی که واسه امروز نداره، یه آرزوه که کاملا به این وابسته است که مثلا ولی فقیه امروز اسرائیل بره سراغش، بعد یه ولی فقیه دیگه بشینه جای اون، امید این که اگه خدا بخواد از این یکی بهتر باشه، ولی اگه از این یکی بدتر بود، یا مثلا اگه مثل همین بود یا همین روال ادامه پیدا کرد، باز هم ما میشینیم فقط تماشا میکنیم. ببین بله آرزوه، الان براندازی برای شما هم آرزوه دیگه، برای همه ما آرزوه. نه براندازی عرض کردم شما چه تضمینی میدید؟ نه براندازی آرزوه نیست. چه تضمینی میدید که بعد براندازی حاکم بعدی همین جوری نباشه؟ نه اجازه بدید، براندازی پروسه یکی از دی 96 داره پله پله جلو میره. از دی 96 پروسه براندازی شروع شد و داره پله پله جلو میره. خیلی خوب سلام نا، اصلا در 1405 براندازی اتفاق بیفته. حالا ببینید شما با چه راهکار و تضمینی اطمینان میدی که ولی پهلوی شما، محمد رضا پهلوی و همه انقلابیونی که میخواستن ایشون رو ساقط بکنن، اول آرزو داشتن، برای این آرزوشون هم تلاش کردن، برای این آرزوشون هم رفتارهای مختلفی کردن، یکی رفت چریک شد، یکی رفت بازرگان شد، یکی رفت متحری شد، یکی هم رفت خمینی شد، در هر حال آقای پهلوی هم گذاشت رفت و اینا اومدن حاکم شدن. درسته، اینم وضع فعلی ماست. فردا روز شما بگو همه اینا بیان دست به دست هم بدن، در 1400 و چند اینا ساقط بشن، چه تضمینی هست که دوباره همچی گرفتاری آقای... پس به وجود نیاد؟ آقای آهنگران، شما یا باید سیستم کنونی رو بتونی اصلاحش کنی یا باید چنجش کنی. مطور راه حل شما راه حل سومش، راه حل شما اینه تماشا کنید. شما نه نه اصلا صحبت تماشا کنید فقط، مطلقاً تماشا نیست. ببین آقا جان، همین تغییر حکمی که اتفاق افتاد، ببین همین تغییر حکمی که دیروز اتفاق افتاد، من میگم اگر این کسانی که توی این چند دو ماه نرفته بودن تو خیابون و اعتراض نکرده بودن، ذهن حاکمان در جمهوری اسلامی هیچ تکون نمیخورد. همینقدر که شما داری میبینی در دل خود این حاکمیت، خب اون چیزی که الان باعث تغییر شده و شما الان ازش استفاده میکنی، همون کسایی هستن که به اسم براندازی تو خیابون اومدن. من اتفاقا میخواستم به همین جا برسم. آفرین، ببین من با خیابون رفتن مشکلی ندارم، که من دارم میگم اون خیابون، ببینید آقای که رفته خیابون حقش بوده، کار درستی هم کرده، همون تو خیابون رفتن باعث شده یه سری چیزا توی همین حالا تغییر کنه. براندازی یه پروسه است، یه انقلاب یه پروسه است، یه پروسه‌ای که حرکت میکنه. وسط این مسیر ممکنه به یک اصلاحات ساختاری منجر بشه، واقعا ساختاری، نه این چیزی که دوستان میگن، منجر بشه که انقلابیون بگن که خب این دستاورد کم هزینه تری، همینجا میستیم.
یا اینکه نه به اونجا منجر نمیشه، باید بره جلو. ولی برای رسیدن به همون اصلاح ساختاری باید به سمت براندازی حرکت کرد. و عرض بنده با شما اینه، اگر امروز آقای آهنگران میاد در اینج رو میشینه و از اصلاحات ساختاری حرف میزنه، یا چند نفر از مسئولین در داخل جمهوری اسلامی حرفش رو میزنن، برای اینکه پروسه براندازی حرکت کرده. هیچ کدوم از اینها سال 95 کسی از اصلاحات ساختاری صحبت نمیکرد. از 96 تا الان آن چیزی که جلو رفته پروسه براندازی و سقوط این حکومته. هرچه سقوط این حکومت واقعی تر میشه، آدم‌های زیادتری میان و از اصلاحات ساختاری حرف میزنن. امروز فقط حرف میزنن، فردا که سقوط این نظام محتمل تر شد راهکارهای بیشتری هم میدن. وقتی که محتمل تر شد ممکنه قدم عملی هم برداره. فقط یه چیزی این وسط ممکنه، ممکنه که برای بعضی از کارها دیگه دیر شده باشه، ممکنه که یه زمانی قدم عملی بردارن آقایون بردارن که دیگه نشه کاریش کرد. حرف من با شما اینه، میگم نظام شاهنشاهی در سال 57 وقتی که مخالفان رو دید، 5 ماه 6 ماه قبل از انقلاب اومد گفت ما انتخابات آزاد برگزار میکنیم. حتی شاه، محمد رضا شاه، پس از زمانی که قبل از اینکه اعضای رو انتخاب بکنه، دنبال این میگشت که از مخالفین یه نفر بذاره نخست وزیر. دیگه این بزرگترین امتیازی بود. سراغ سنجابی رفت دیگه، رفت سراغ سنجابی. سنجابی رفتن پاریس خدمت آقای خمینی. از اونجایی که آقای خمینی تنها مسئلهش تصاحب قدرت بود، نپذیرفت، گفت که نه، حق نداری همچین کاری بکنی، شاه حتما باید سقوط کنه، این تنها راه حله. وگرنه شاه در زمانی که ازهایی رو انتخاب کرده بود سراغ سنجابی رفته بود. اون زمان اون اصلاحات واقعی بود، یعنی اون یه چیزی بود که دستاورد واقعی بود، میشد رفت گرفتش بعد ببینه که چه شکلی کار میکنه، به درد میخوره یا نمیخوره. سیستم سیاسی کنونی یک اختاپوس گسترده‌ای هست که بال بزرگش در داخل سپاهه. امروز حتی اگه یک ولی فقیه هم شما عوض بکنی، یعنی تغییر میخواد بکنه، ولی فقیه که بعدی مهره این سپاهه، سپاهی که امروز دستشو همه جا پخش کرده، از فرهنگ، سیاست، اقتصاد، سیاست داخلی، سیاست خارجی، منطقه، همه جا. یکی از چیزهایی که به ما میگه که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی اصلاحات غیر ممکنه، چه ساختاریش چه سطحیش غیر ممکنه، همین درک و شناخت از سیستمی که الان داره کار میکنه تو ایران. بله، من میپذیرفتم روزی اصلاحات ساختاری ممکنه. شرط اول هر گونه اصلاحات در چارچوب نظام جمهوری انحلال سپاه هست. آیا آهنگران، تا سپاه شما منحل نکنی هیچ اصلاحاتی نمیتونی انجام بدی. تا دست سپاه رو از همه جا قطع نکنی شما هیچ اصلاحاتی نمیتونی انجام بدی. و به همین خاطر وقتی میگم طرح بدید، هیچ طرحی برای ارائه ندارید، برای که وجود نداره، برای که ممکن نیست. اگر آقای قاضی، اگر رهبر بعدی اومد سپاه رو منحل کرد، فرض دیگه، امکان نداره چه کاری بکنه. نه من یه سوالی دارم. نه حالا فرض دیگه، شما داری میگی امکان نداره، من مثل من که میگم براندازی امکان نداره، شما میگی امکان برای نداره. برای اینکه رهبر بگیر اشکال نداره. فرض بگیریم که طرف اومد سرش خورد به دیوار، مغزش تکون خورد، از فردا افتاد به دموکراسی کردن کشور. فرض اینقدر میخوام بگم که یهویی، فرض دیگه، فرضو داریم بحث میکنیم. اگر اومد سپاه رو منحل کرد، شما که براندازی میخوای بکنی، باز میگی نه من میخوام باز از جمهوری اسلامی عبور بکنم. اولین زمانی که سپاه توی اون کشور منحل بشه، من همینجا در جلوی این جمع شما قول میدم که ما بررسی همین اصلاحات ساختاری در چارچوب نظام بررسی میکنیم. قطعا احسن، آفرین. من میخواستم به این نقطه برسم. ببینید، شما داری به من میگی که اصلاحات ساختاری جواب نمیده، راه براندازیه. بعد تو فرض فعلی داری به من میگی که خب در اون صورت که این اتفاق بیفته ما میتونیم رو اصلاحات ساختاری فکر کنیم. پس نسبیه تحولات آینده میتونه تکون بده ما رو، میتونه تغییر بده. شما میگم چرا، منم دارم میگم شما داری میری براندازی، ممکنه تو موفق بشی، ممکنه شما طرفدارای براندازی، منم 2 ماه بعد 5 ماه بعد 1 سال بعد به این جنبندی برسم که آقا جان اصلا دیگه این حرفی که من میزدم اصلاحات ساختاری، اصلاحات جهادی، یک امید واهیه. منم باید تو صف آقای قاضی زاده و بشم یه برانداز دعاتشه. آقای الان تفاوت من شما تو این جایگاهیه که تو میگی براندازی، من میگم اصلاحات
اصلاحات ساختاری آقای هر موقع گرفتی ما برنامه انقلاب 57 تا پادگان ها دو روز قبل از سقوط گرفتن. ببین این خب تعریف اتفاق افتاد دیگه، آفرین. دو ببین روز اون روزی قبل که از سقوط اون روزی که همافران اومدن جلو آقای خمینی به جای اینکه جلو آقای شاه پا بزنن، جلو آقای خمینی پا زدن 4 5 روز قبلش این اتفاق افتاد. خیلی خوب، باشه، من 4 اصلا 5 روز مونده به انقلاب، حتما پادگان ها رو براتون میگیرم. خب دیگه همین، من حرفم اینه، هر موقع شما توانستی یه تعدادی همافر سپاهی رو جلو نفر بعدی، شما صحبت نمیکنه کسی که آقای خب باشه، من نمیخوام کسی با من صحبت کنه، تو داری میگی انقلاب میشه، اوکی انقلاب میشه. آقای آهنگرام میدونید چرا؟ میدونید چرا؟ شرطی من گفتم اگر روزی سپاه منحل بشه واقعا اصلاحات ساختاری قابل بررسیه. میدونین چرا این شرط به هیچ عنوان در مخیله ما نمی گنجه؟ رهبر بعدی که هیچ، یه رهبر تازه است و قطعا ضعیفه. سید علی خامنه ای اگر امروز تصمیم به انحلال سپاه بگیره فردا صبح رو نخواهد دید. ببین اینه، ببین از مثل میمونه که من ماست رو نگاه کنم بگم سیاهه. اختاپوس سپاه داره بیان حکومت میکنه، نه ولی فقیه. ولی فقیه ابزار دست سپاه الان. یه روزی سپاه زیر دست رهبر بود، امروز نیست. یعنی چون جمع میکنه که هیچ بنده. آقای عزیزاده من یه سوالی دارم، این تغییرات ناگهانی فرماندهان سپاه به اگر اینجوری باشه که چطور پس ممکنه؟ یعنی اینا هم مهره های یعنی پشت پرده داره بازم. میدونی چه عرض میکنه؟ اولا که در عزیز اولا جعفری بلا فاصله عوض شد، با اینکه دورش هم تموم نشده بود، یعنی در واقع تمدید شده بود دورش، نمیدونم یه اتفاقی افتاد به سرعت برکنار شد، یا همین برکناری طائب. میدونید اگر اینجوری باشه آقای خامنه‌ای نباید بتونه آقای خامنه‌ای به عنوان یک شخصی که اون ته میشینه و فردی میتونه یک همچین تصمیم بگیره که کار نمیکنه، که یه مکانیزمی برای اعمال قدرت داره. بخشی از کسانی که تو پروسه که برکناری عزیز جعفری بودن در خود سپاه هم. یعنی اون چیزی که امروز قوی ترین بخش ساختار سیاسی ایرانه که ولی فقیه نیست، یه پیرمرد 85 ساله، از کجا میاد قدرتش؟ آقای خامنه‌ای زمانی که رهبر شد برخلاف رهبر قبلی که متکی به هر حال به اون عنوان فقاهتش بود و متکی به حوزه علمی قم بود، از اونجایی که میدونست این اعتباری نداره ستون اتکای خودش رو سپاه گذاشت. ولی هر چی گذشت این سپاه فربهتر و فربهتر شد. امروز سپاهی که داره ایران رو اداره میکنه، رهبر بعدی رو سپاه تعیین میکنه، نه مجلس خبرگان. حالا اینکه کدوم جناح سپاه، کدوم مهرهای سپاه قدرتمند باشن، برهم کنش این نیروها چه شکلی است، اون یه بحث دیگری، من حالا وارد اون بحث نمیشم، بسیارش هم ما نمیدونیم. ولی اینکه امروز سپاه قدرتمندترین نهاد سیاسی، نظامی، فرهنگی، هر زمینه شما بیدن همه جا حضور داره سپاهه. بله امروز آقای خامنه‌ای به عنوان سخنگوی قوی ترین فرد بالا صحبت میکنه، این ستون خیمه ولایت رو بالا نگه میدارن که این پایین به قدرتشون ادامه بدن، اونو نگه میدارن اون بالا. رهبر بعدی هم همین خواهد بود. این چه فرضیه که من فکر کنم که یک روزی ولی فقیه ایران میتونه سپاه رو منحل کنه؟ ولی فقیه سپاه رو حتی از یک حوزه نمیتونه بیرون کنه، حتی اگه بخواد. من آقای غازی زاده بحث انقلال عرض نکردم. آقای خامنه‌ای با این همه قدرت نمیتونه سپاه رو براندازی کنه و سپاه رو تغییر بده. بعد بنده و جناب عالی که هیچ دستمون به هیچ کاری نیست، از خارج از کشور داریم چیز نمیدونیم، چجوری میتونیم فاز آقای خامنه‌ای رو بزنیم؟ من به شما عرض میکنم چجوری سپاه رو اسلحه باید دست بگیریم دیگه. نه اسلحه نه، چون سپاه اسلحه داره. مکانیزم انقلاب به شما میگم چه شکلی کار میکنه. در همه جای دنیا همینجوری میشه، یک طبقه ای هستن که فرمانبری میکنن، هر دیکتاتورترین سیستم سیاسی جهان با اون طبقه فرمانبر سر کار میمونه. اون طبقه فرمانبر وقتی کوچیک 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 میشه میشکنه. ببینید یه روز همین الان اعمال حکومت جمهوری اسلامی در پهنه ایران سخت شده. امروز الان قیمت بنزین دارن به اندازه 2 سنت میفروشن، نمیتونن گیرمش کنن. جمهوری اسلامی نمیتونه حکومت داری کنه. ببینید براندازان بله نتونستن قدرت رو بگیرن، ولی میتونن قدرت رو قفل کنن. این اتفاقی که توی پروسه انقلاب این شکلی رخ میده. وقتی حکومت در همه زمینه‌ها به بن‌بست میخوره، نمیتونه حکومت کنه، از داخل میپاشه. ارتش شاهنشاهی پاشید
تا انقلاب 57 روز شد. اگر ارتش شاهنشاهی اعلام بی‌طرفی نمی‌کرد که به این راحتی قصه تموم نمی‌شد. من آقای قاضی زاده دو تا بحث مختلف ها. ببینید من حالا آقای آهنگران نقطه نظراتشون رو میگن، ضمن اینکه آقای علیزاده عذرخواهی میکنم الان خدمت شما خواهیم بود. یه دونه بحث اینه که آقای خامنه‌ای شما میفرمایید که نمیتونه اعمال قدرت بکنه در سپاه، من درست فهمیدم؟ یا میفرمایید اینا یه جورای همدیگر رو ساپورت میکنن، یعنی این شکلی نیست که ایشون در واقع فرماندهی رو بر عهده نداشته باشه، ولی در واقع ملاحظاتی هست بر اساس اون چینشی که انجام شده و وضعیت کشور ایشون مجبور رعایت بکنه، این شکلیه یا نه کلن سپاه؟ نه، این مختص واقع... آقای خامنه‌ای فقط نیست، این مختص همه کسانی هست که این شکلی دیکتاتوری میکنند. یک طبقه ای رو باید زیر خودشون قرار بدن و اون طبقه یک روزی به خودشون میام و میفهمن که اونها از اون قوی ترن، ولی به روی هم نمیارن. ولی عملا آقای خامنه‌ای حتی اگر بخواد علی خامنه‌ای با همه این که ما میدونیم پشت چه تصمیمات کثیف و جنایت بای تو این کشور هست، ولی اگر بخواد هم تغییراتی اعمال بکنه از قطعا زورش نمیرسه، ولی که ما میدونیم سپاه پاسداران منافعش در چه چیزهایی هست، نمیتونه اون رو ازش بگیره. سپاهی که هر روز فربتر و فربتر شده، آخه کدوم عقل سلیم باور میکنه که یک نفر به یه پیرمرد بتونه الان بگه که به این همه فرمانده سپاه و این نهاد قدرتمند و این شبکه بزرگ فسادی که پولشویی که زیر نظر سپاه شکل گرفته رو بگه یک شبه همه رو جمع کنید؟ کدوم ولی فقیه میتونه این کار رو بکنه؟ یه خورده فکر کنید چطور کدوم انسانی میتونه یه همچین چیزی رو عوض بکنه؟ میدونه چند هزار نفر دارن تو اون بدنه متنفع میشن از این فساد عظیم، از این پولشویی بزرگ؟ شما میکنید بزرگترین مشکل FATF برای ایران چیه؟ فکر میکنید واقعا پول دادن به لبنان و این ور و اون ور مسئله FATF بود؟ مسئله FATF فساد داخلی پولشویی بی حد و حصری است که داخل شبکه سپاه وجود داره. و سپاه این روزی که آقای جهانگیری میگفت از اسکله های غیر قانونی نمیدونم 13 میلیارد 15 میلیارد دلار سالی کالای قاچاق وارد میشه، این 15 میلیارد دلار رو با چمدون میوردن میآوردن؟ این 15 میلیارد دلار کالا از کجا وارد میشه؟ از کدوم اسکله ها وارد میشه؟ کی اینا رو هدایت میکنه؟ کسی غیر از سپاه میتونه این پول جابجا بکنه؟ کسی غیر از سپاه میتونه 15 میلیارد دلار کالا وارد بکنه تو کشور با پولشویی؟ خب قطعا یه نهادی که بی حساب و کتاب پول کشور دستشه اجازه هیچ تغییری نمیده. زندگی انگلی حکومتی که تا خرخره زیر تحریمه و همه چیش باید تو شبکه تو دارک وب و تو شبکه سیاه بگرده، این که دقیقا همون نقطه آرزوی این شبکه است، چطور میتونی ازش بگیری؟ کدوم ولی فقیه میتونی ازش بگیری؟ علی خامنه‌ای نمیتونه. خب دوستان میخوایم در مورد سیاوش محمودی صحبت بکنیم و دلنوشته جانسوز مادر سیاوش محمودی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده و با هم دیگه اون رو مرور بکنیم. اما اگر بخوام در مورد سیاوش یه سری اطلاعات کلی بهتون بدم، باید بگم که سیاوش محمودی نوجوان 17 ساله سیوم شهریور در محله نازی‌آباد در منطقه 16 تهران با شلیک نیروهای سرکوبگر و حکومتی کشته شد. لیلا مهدوی مادر سیاوش همونطوری که عرض کردم در اینستاگرامش واقعه کشته شدن پسرش رو شرح داده و نوشته که سیاوش با دوستش در نازی‌آباد قرار گذاشت و به مادرش که او رو صدا زد گفت مامان برو من میام، اما هیچ وقت دیگه بر نگشت. خانم مهدوی همچنین در این دلنوشته بیان کرده که خیابون نازی‌آباد رو نیروهای سرکوبگر و بسیجی بسته بودن و پر از دود گاز اشکاور بود. با هم دیگه روایت چگونگی کشته شدن و آسمانی شدن فرزند سیاوش رو مرور میکنیم. خانم مهدوی اینطور شروع کرده که سیاوش مامان میخوام از روزی بگم که از هم جدا شدیم، از آخرین روز یادته چند ساعتی با هم بودیم؟ سر خیابون از مامان جدا شدی، با دوستت نازی‌آباد قرار گذاشتی، صدات کردم سیاوش، با حالت دویدن که داشتی میرفتی گفتی مامان برو من میام، اما نیومدی مامان. وقتی اومدی خونه یه هویی مثل همیشه مامان نگرانت شد، بهت زنگ زدم
گوشی تو حالت پرواز گذاشته بودی. دلشوره بدی گرفتم. شام تو کنار گذاشتم، به ستایش گفتم میرم دنبال سیاوش. وقتی اومدم به سمت خیابون نازی‌آباد برم، دیدم خیابونو بستن. خیابون پر از دود گاز اشک‌آور بود. به سختی خودمو به خیابون که به سمت نازی‌آباد بود رسوندم. یاد صحنه‌های جنگ افتادم، آشفته با دلی پر از استرس و نگرانی. یه طرف مردم، یه طرف بسیجی‌های خود همون محل روبروی بچه محلای خودشون ایستاده بودن. هرچی صداد کردم پیداد نکردم. یکی از دوستات گفت سیاوش اون طرف خیابونه. به سمت بسیجی‌ها که هیدر کنان به سمت مردم میرفتن، رفتم وسط خیابون و نشستم. دستامو بالا گرفتم و گفتم من دنبال پسرم میگردم، که یکیشون منو به اون طرف خیابون پرت کرد و با باتوم زد و گفت باشه معرکه نگیر. و من التماس کنان که تو رو خدا نزنید، همه اونا بچه هستن. من با عجله از خط اونجا رد شدم و وقتی رسیدم سر یکی دیگه از خیابونای نازی‌آباد، تاریکی مطلق و یه عالم نیروی امنیتی که با پرچم یاسارالله زرنگ و خیلی زیاد بودن. وقتی رسیدم فقط متوجه شدم در یکی از مغازه ها باز شد و گفت خانم بیا داخل میزننت. با چشم گریون و استرس زیاد پناه گرفتم. خیلی وحشت آور بود. بیش از 50-60 موتور سوار مسلح. چرا؟ یاد خرمشهر افتادم که عراقی ها حمله کرده بودن. چند دقیقه اونجا پناه آوردم که کمی دور شدن. دوباره شروع به گشتن کردم. هیچ کس نبود. خیابون خلوت، اما کف خیابون که سطل آشغال آتیش زده بودن سنگ بود و دود و گاز اشک‌آور و مردم از توی کوچه ها شعار می دادن. سیاوش مامان خیلی گشتم پیدات نکردم. حالم خیلی بد بود. به دایی زنگ زدم گفتم سیاوش رو پیدا نمی کنم. 5 ساعتی بود که دنبالت می گشتم. کنار خیابون گریه کنان نشسته بودم و منتظر دایی نشستم تا اومد. فکر کردم حتما گرفتنت. با ترس به چند تا گاردی نزدیک شدم. گفتم اگه کسی رو بگیرن کجا میبرن؟ گفت برو کلانتری. با یه حال خیلی بد به سمت کلانتری رفتم. سر راه یه بیمارستان بود. یه لحظه قلبم به ایست زد. به برادرم گفتم بریم داخل سوال کنیم. گفت نه. چرا؟ گفت نه نمیخواد. به سمت کلانتری رفتم. خبری نبود. دوباره برگشتم، رسیدم دوباره به بیمارستان و خودت منو کشوندی داخل بیمارستان. با یه عالمه استرس وارد شدم. گفتم تو این شلوغی‌ها کسی رو آوردن؟ گفتن آره برو اطلاعات. جلو رفتم و سوال کردم. گفتن یه بچه رو آوردن اما فوت کرده. دلم هر ریخت. یا خدا، هر کاری کردم که نشونم بدن گفتن اجازه ندارن. مجهول الهویه است. انقدر گریه کردم و داد زدم تا کارت آبربانکی که تو جیبت بود و نشونم دادن. گفتن از پشت سر تیر خورده. 2 نفر آوردنش تو حیات بیمارستان و رها کردن و رفتن. از اونجا تکون نخوردم. موندم تا خود صبح تا تو رو جایی نبرن. اما هنوز باور نداشتم. چرا صبح نمیشه؟ میخوام ببینمت. هنوز باور نداشتم اما فریاد میزدم. دیوانوار تو خیابون نزدیک بیمارستان داد میزدم. شب لعنتی تموم نمیشد. حالم خیلی بد بود. تمام بدنم میلرزید. تا اینکه صبح شد و من کاورتو باز کردم. سیاوش من با فرق غرق خون، با چشمان نیمه باز زانو زدم. دستم و زیر سرت گذاشتم و فریاد می زدم. دستم و زیر سرت گذاشتم که ببوسمت. اما دستم پر از خون شد. و خانم لیلی مهدوی در کپشن این پست اینطور نوشته که مادر تو رو پیدا کرد اما حال من ماندم. یک داغ بر دل نشسته. یه خشم عمیق. یه درد عمیق. فرزندی که با جون دل بزرگ کنی، همه جوره مراقبش باشی،
به ناحق، به نامردی، تمام جان تو رو میگیرن و راحت دارن زندگی میکنن، اما من با فریاد پر از خشم دادخواه خون فرزندم هستم. سیاوشم، نامدار، مادر سیاوش محمودی، جاویدنام، قهرمان. بعد دوستان اگر خاطرتون باشه در همون اوایل یک ویدیویی منتشر شد که یک مادری تصویر فرزندش رو در جلوی یک مغازه و در یک کوچه‌ای در دست گرفته بود و فریاد میزد که این سیاوشه، سیاوش ایرانه. این مادری که در اون فیلم بود همین خانم محمودی بود، مادر سیاوش، که فریاد میزد که مردم ساکت نباشید. با هم ببینیم این فیلم رو. سیاوش منه، من مراسم گرفتم براش، پیچار متری علی‌آباد، مسجد صاحب ازدواج. سیاوش بچه شهرک بهشتی بود، ما چند سال اینجا زندگی کردیم، من این بچه رو با بی پدری بزرگ کردم. بچه منو به با نامردی سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه، این سیاوش ایرانه، سیاوش محمودیه، اسم ایران داشت، سیاوش محمودیه. اگر فیلم میگیرید از من پخش کنید، همه جا پخش کنید، بذارید همه بدونن سیاوش من این، سیاوش محمودیه، سیاوش نامداره، اسم اصیل ایرانی داشت. من بچم و ما بی پدری بزرگ کردم، من افتخار میکنم مادر سیاوش محمودیم، بچه شهرک بهشتی، بچه همین. از هیچ کس نمیترسم، از هیچ کس. هر کس دوست داره مراسم بچه من بیاد، بیچاره متری علی‌آباد، مسجد صاحب ازدواج، به من میگن ساکت باشم، ولی من ساکت نمیشینم. از شما، از شروع و هر کجا که برم عکس پسرم رو با افتخار میگیرم، میگم این سیاوش نامدار ایرانه، سیاوش نامدار ایرانه. به خاطر من سیاوش محمودی هستم، 14 ساله، از شهر تهران، در محله. مراسم 40 سیاوش هم در روز 10 آبان ماه در بهشت زهرای تهران برگزار شده بود و حاضران ضمن همخوانی سرود ملی ای ایران شعارهایی هم علیه حکومت داده بودند، مثل تجاوز توی زندان. اینم بود توی قرآن. خبرگزاری هرانا یا هرانا، ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرده که از 26 شهریور تا 24 آذر 495 معترض کشته شدند که از این تعداد 68 نفر کودکان زیر 18 سال بودند. بریم با هم قسمتی از مراسم 40 سیاوش رو هم ببینیم. خونه تو پس میگیرم، سیاوش عزیزم، خونه تو پس میگیرم، سیاوش عزیزم، خونه تو پس میگیرم. مهسا حدیث سیاوش ایران مثل آتش، مهسا حدیث سیاوش ایران مثل آتش، مهسا حدیث سیاوش ایران مثل آتش، مهسا حدیث سیاوش ایران مثل آتش. توی زندان، این هم بود توی قرآن، تجاوز توی قرآن، تجاوز توی قرآن.
توی زندان، اینم بود توی قرآن، اینم بود توی زندان، اینم بود توی قرآن، اینم بود توی زندان، اینم بود توی قرآن. بله دوستان، این هم روایت دردآور مادر سیاوش محمودی بود. روح شاد و به امید برقراری عدالت و تمام کسانی که دستشون به خون بهترین جوانان این مرز و بوم آلوده است، امیدوارم که به زودی زود در یک دادگاه عادلانه همشون محاکمه بشن و به سزای اعمال کثیف و جنایتکارانشون برسن. بریم با هم ادامه اتاق رو گوش بکنیم. احترام و ارادت خدمت همه عزیزان حاضر در اتاق، استاد علیزاده، آقای حاضرزاده و همه دوستان، من دو تا نکته رو عرض کنم و گوش میکنم بقیه صحبت ها. ببینید، اولا که من عرض کردم صحبت ها، اگر که جمهوری اسلامی فرایند نارضایتی رو متوقف نکنه، به مطالبات مردم پاسخ نده و مسیر توسعه رو پیش نگیره، صدای مردم رو نشنوه، همه مردم رو نبینه و فقط یه همه مردم رو ببینه، فقط یه بخش کوچیکی رو بهش اشاره نکنه، این براندازی بدون اینکه آقای قاضی زاده بخواد، من بخوام، آقای علی زاده بخواد، اتفاق میفته، این فروپاشی اتفاق میفته. در واقع یک سنت محتوم تاریخی و محتوم الهی است. اما آیا این براندازی مفیده به حال کشور؟ من در حال حاضر میگم که ممکن نیست، به دلیل اینکه ساختار جمهوری اسلامی به لحاظ قدرت امنیتی و نظامیش تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم امکان رو از براندازی گرفته. اما فراتر از امکان براندازی، فرض کنید اصلا ماه هرچی داد زدیم، آقای علیزاده اومد اینجا با دلسوزی، دیگران اومدن گفتن شنفتن و مطرح کردن، آخر به گوش و خرج حاکمان نرفت و حاکمیت فروپاشیده شد، چه اتفاق میفته؟ آیا اساساً انقلاب کردن با توجه به تاریخ انقلاب هایی که در همین 20 سال گذشته اتفاق افتاده تو دنیا؟ ببینید، یه وقتی به واسطه ظلمی که شده، به واسطه نابسامانی که وجود داره، ذهنیت جوان ها، اونهایی که پر انرژی هن، پر شور هن، مطالعه هم نمی کنن، به لحاظ تاریخ جغرافیایی و مطالعات روابط بین الملل دقت نمی کنن که چه اتفاقی افتاده. حداقل توی این 15 سال گذشته در همین کشورهای عربی چه اتفاق افتاده؟ شما نگاه بکنید ببینید، کشورهای عربی که درشون از 2010 به این طرف انقلاب صورت گرفته، هر کدوم از اینا چه وضعی پیدا کردن؟ جوانانشون، عین جوانان ایران، همین حالتی که الان ما داریم بحث میکردن. من سال 2010 امارات زندگی میکردم، با این جوانای مصری، اون موقع تازه هنوز انقلاب میدان التحریر هنوز شروع نشده بود، تازه بحثاش شکل گرفته بود. اینجا هم که پر از مصریه دیگه، یعنی الان هم تو دبی، الان که دارم اینجا، بخش مهمی از کامیونیتی این شهر مصری هم. اون موقع من یادم همین بحثا با همین شدت و حدت با همین شکل برقرار بود، همین بحثا رو میکردن، آقا از شعب یورید اسقاط و نظامی شعار فراگیر شده بود. یعنی این بعد از ماجرای تونس که اتفاق افتاد، همین تونس رو شما ببینید الان، بعد از اون اتفاقی که برای اون دست فروش افتاد، خب مردم ریختن، شلوغ کردن، حکومت 20 و چند ساله بن علی رو ساقط کردن. خب ولی الان اتفاقی که افتاد اینه که الان یه آقای قاضی سعیدی در این کشور آمده سر قیس سعیدی آمده در چیز سر کار، در تونس سر کار، که قانون اساسی رو معلق کرده، قدرت رو در اختیار گرفته، عینه شده یه چیزی شبیه زین العابدین بن علی که گفته شد. یعنی این از شعب یورید اسقاط و نظام شروع شد، مردم خواهان برکناری رژیم سیاسی شدن بدون اینکه دنبال رژیم جایگزین باشن. اینی که شما به من میگی چرا این سوال مطرح میکنی، من دارم تاریخی این سوال مطرح میکنم. در هدف اولی خودشون هم این جوان ها موفق شدن، یعنی حکومت رو ساقط کردن، ولی دولت بعدی که بعدش شکل گرفت عملا یک دولت درمانده بود، فیلد استیت بود به اصطلاح. در آینده نزدیک هم هیچ کدوم از این کشورها، از تونس، از عرض کنم که لیبی، از سودان، از چیز، هیچ کدومشون به حالت قبلا برنگشتن. سال 2010 برای همه‌شون شده یک سال خاطره خوش، خاطره انگیزی که همه آرزوی اون روزا رو دارن. در لیبی که اصلا دیدید که چه اتفاقی افتاد، اصلا کشوری که شاه
کشورهای آفریقایی بود، نماد ثروت و قدرت بود در کشورهای آفریقایی، به چه روزی افتاد؟ خلیفه حفتر آمد، وابسته به عربستان، وابسته به امارات، تا اندازه به اروپا. در این جنگ داخلی، این یک دهه ای که این لیبی در جنگ داخلی هست، تمام زیرساخت‌های لیبی از بین رفت. مصری‌ها که اصلا دوباره فهمیدن، برگشتن دوباره به دوره مبارک، یعنی یه آدمی عین مبارک به نام سیسی رو دوباره برگردوندن، دوباره الان کردن و عرض کنم که رئیس جمهور، و از ترس اینکه دوباره به چاه و چاله دوره مرسی نیفتن دوباره برگشتن به همون حالت سابق. ببینید، شما صورت مسئله رو غلط تعریف میکنید. شما قصه رو اینجوری تعریف میکنید که انگار براندازی یه مدیر پروژه داره، بعد خطابش قرار میدین، میگید که آقایی که داری از اونجا نشستی مثلا براندازی رو پیش میبری، خب این بچه 11 ساله میره کشته میشه، اون مثلا اتفاق میافته واسه اون هزینه راه میده. آقای آهنگران، دوست عزیز، بقیه دوستان، براندازی مدیر پروژه نداره، این اصلاحاتی که مدیر پروژه میخواد. براندازی یه پروسه است، خودش رخ میده. کی رخ میده؟ وقتی اصلاحات به بنبست میرسه. شما اصلا سال 76 که گروهی به نام اصلاح طلبان تشکیل شدند، اصلا چرا تشکیل میشه اصلاح طلبی؟ یه سیستمی داره کار میکنه، مشکل داره، یه عده میان میگن ما میخوایم اصلاحش کنیم. یعنی اولین قصه اینه که شما مشکل سیستم رو میپذیری، یه سیستمی هست که مشکل داره، یه گروه میگن ما میخوایم اصلاحش کنیم، یکی یکی تلاش میکنن برای تغییر و اصلاح، به بنبست میخورن و یکی یکی به این جنبندی میرسن که سیستم قابل اصلاح نیست. کسی که در سال 77-80 از اصلاحات روی گردان شد، نرفت که بمب بنده به کمرش بره ساختمون منفجر کنه. که شما وقتی که میگی اصلاحات به بنبست بخوره، در وهله اول منفعل میشی، میری کنار، میگی من دیگه نیستم، من ساپورت نمی کنم، کاری هم نمی کنم، هزینه هم نمیدم، چون اصلاحاتم هزینه داره، من دیگه برای اصلاح این سیستم کار نمی کنم. یه روز سر بلند میکنی، میبینی یه بخش عظیمی از جامعه عین تو شدن، و اونجاست که پروسه براندازی رخ میده. یعنی براندازی یک پروسه ایه که وقتی که یه بخش بزرگی از مردم به این جنبندی رسیدن که سیستم قابل اصلاح نیست، رخ میده، و هر کدوم هم انگیزه های شخصی دارن. یکی هست که دیگه با خودش و زنش کار میکنه، اجارهشو نمیتونه بده، دکتر نمیتونه بره، هر کسی دلیل خودشو داره. اینا که آقای قاضی زاده الان شما دارید صورت مسئله رو، مگه ما گفتیم جلوشو میخوایم بگیریم؟ مگه دست ماست؟ مگه شدنیه؟ این اتفاق خود به خود میفته. پس چرا شما کسی رو مخاطب قرار میدید که میگید بچه 11 ساله؟ ببین بچه الان میگم، حالا علتشو میگم. نه اجازه بدید. چرا دیگه؟ این تو اینترنت اینا هستن دیگه، از خودش اینا رو نشنید که تحت تأثیر اونا. حالا من نمیخوام، این جملات شبیه جملات جمهوری اسلامیه، خودشون رو پیدا میکنن. نه یه لحظه اجازه بدید من حرفمو بزنم، که نیازهاشون شبیه اونها باشه. این که من الان این بیرون هستم، مثلا من نوعی، این همه 8 میلیون ایرانی که بیرون از ایران هستن، این که چیزی رو بگن، این که چیزی رو نگن، همونقدر مختارن که اون کسی که داخل ایرانه چیزی رو بگه یا چیزی رو نگه، یه کاری رو بکنه یا یه کاری رو نکنه. هر کسی داره تو حوزه خودش کار میکنه. همیشه سیستم‌های شبیه جمهوری اسلامی، همیشه سیستم‌های شبیه جمهوری اسلامی یه بخش بزرگی از مردم کشورشون رو به دلایل مختلفی در کشورهای غربی این بر اون بر آواره می‌کنن. تونس هم داشت، لیبی هم داشت، جمهوری اسلامی هم خودشون در پاریس بودن. همیشه این شکلیه. یعنی یه سیستمی انقلابی، همیشه یه عده بیرون از کشور هستن. چیز عجیبی نیست اصلا. اون کسی که بیرون از کشورم هست، یه دایره محدودی داره. ببین من عرضم با شما اینه، اگر گفتن و نگفتن یه جمله تأثیری بذاره بر عمل کرده اون کسی که الان داخل ایرانه، خب چرا 15 سال پیش نذاشت؟ چرا 20 سال پیش نذاشت؟ گاهی اوقات شما الان این انتظار رو داری که میگی اونی که اون برنشسته مثلا تسریع نکن سیستم رو. کسان دیگری هم هستن در کنار ایران هستن، مثلا فرض کن به کسی که بیرون ایران هست تماس میگیره، میگه تویی که اونجا هستی، تویی که زیر بار سانسور و خفقان جمهوری اسلامی نیستی، من این تو نمیتونم راحت حرف بزنم، تو حرف من رو اونجا با صدای بلند و شفاف و صریح بگو. خیلی ها داخل ایران هستن، حرفهای رو دلشو میخواد گفته بشه که بیان بگن چرا این رو میخوان. بهتون توضیح میدم چرا این رو میخوان. جمهوری اسلامی یکی از تکنیکایی که در سالهای گذشته در واقع به کار برد این بود که در بیرون ایران
یک لابی قدرتمند برای خودش ساخت. یعنی کسانی بودن چه از داخل ایران می اومدن با رسانه‌های غربی حرف می زدن، چه بیرون ایران داشتن می رفتن صحبت می کردن، به نمایندگی از مردم ایران جمهوری اسلامی رو سفیدشویی می کردن. بعد از داخل ایران، مردم ایران که به تنگ اومده بودند از این تصویر دروغینی که این جماعت در واقع کثیف از این حکومت ساختند، می اومدن می گفتن آقای فلانی، خانم فلانی که تو اونجا هستی، تو که درد منو می فهمی، تو اقلا اونجا حرف بزن، من داخلم نمیتونم حرف بزنم، اینی که داره از طرف من میره، مگر ظریف نمی اومد اینجا نمی نشست نمی گفت مگر 70% مردم تو هر انتخابات میان رای میدن، چطور شما میگید که مردم ما با ما مخالفن؟ مگر نمی گفت؟ کی با جواب ظریفو میداد؟ جواب نایکو کی باید میداد؟ باید عده این بیرون حرف میزدن دیگه. مگر اسم نمیخوام بیارم، مگر کسانی که از داخل ایران میشستن با همین رسانه های بی بی سی و این برنامه حرف میزدن و از جمهوری اسلامی دفاع میکردن، مگر میتونستن کسی از داخل ایران بیاد به هموش مثل منی که اینقدر راحت میتونم این بیرون حرف بزنم باهاش حرف بزنه و در حاشیه امنیت باشه؟ نمیتونست. پس ما باید اینجا صحبت میکردیم. چیزی که اتفاقا صحنه بازی رو عوض کرد این بود، چون جمهوری اسلامی یه چیزی بهش خیلی مزده کرده بود، بخش بزرگی از ایرانیانی که از ایران خارج میشدند ایران رو فراموش میکردند، کاری به ایران نداشتن. چرا؟ برای اینکه میخواستن خیلی امن برن و بیان و رفت آمد بکنن. در سالهای اخیر یه چیزی تغییر کرد، اینه که یه بخش نسبتاً بزرگی از ایرانیان بیرون ایران تصمیم گرفتند که ایران رو فراموش نکنن. اتفاقاً از اینجا بود که کمک شد اون لابی قدرتمند جمهوری اسلامی که سالها براش هزینه کرده بود، اگر در دو سه سال گذشته منهدم شد و بسیار لطمه خورد، برای این بود که کسانی تونستن شروع کردن صحبت کردن. البته الان هم افراد بسیار شجاع و بسیار شجاع از داخل ایران هم الان دارن این کار رو انجام میدن، یعنی با رسانه‌های بیرون حرف میزنن، ولی در چند سال پیش این میسر نبود، بسیار هزینش زیادتر بود. یعنی یکی از چیزهایی که الان شما دارید الان میگید که این کار رو انجام ندید، من به شما میگم که کسان بسیار زیادتری هستن که در آقای قاضی زاده من تو حرفتون میام، با شما موافقم. الان از لحظه‌ای که شروع کردید من با این مشکل ندارم، موافقم. ظریف تصویر وارونه ای ارائه میداد، میخندید، یه جورایی به قول خودش میگفت رفع رجوع میکرد، اینا رو که من مشکل ندارم، که اینا درسته. من نمیدونم اون بخش حرفم نامفهوم بود. پس این صحبت کردن کسانی که نه از ایران هست بر سرعت و کم و زیاد کردن انقلاب تأثیری نداره. تأثیری که داشت این بود که ستون اتکای جمهوری اسلامی رو بیرون منهدم کرد. برای این کار انجام میشه. تأثیرش روی اونه. وگرنه اگه قرار بود تأثیر بذاره 25 سال پیش هم مثلا عده این بیرون بودن از مردم داخل رو میخواستن که بیاین تو خیابون، خب چرا نمیومدن مردم؟ مگر نبودن این همه اسامی که توی 30 سال پیش هم میشستن تو این تلویزیون ها از مردم میخواستن که بیاین تو خیابون، چرا تأثیر نمیذاشت؟ اون چیزی که مردم رو تو خیابون آورده انگیزه های درونیه، چیز بیرونی نیست. واقعا هم تاثیر نداره. همین الان این نیروهایی که بیرون هستن دلشون میخواد که در تهران راهپیمایی میلیونی ایجاد بکنن، نمیتونن ایجاد بکنن تا در داخل این تصمیم گرفته نشه. یعنی این اتفاقیه که باید داخل کشور بیفته. در مورد اون بخشی هم که گفتید که اون کار رو هم انجام بده، در واقع فکر میکنم منظورتون ائتلاف نیروهای سیاسی و تشکیل یه سیستم نمیدونم گذار و اینا هست. این نظر شخصی منه، من فکر نمیکنم که تشکیلش ارزش افسوده‌ای داشته باشه، چیزی اضافه بکنه یا نبودش چیزی کم بکنه. گویا اینکه حتی فکر هم نمی‌کنم اگر این کار از بیرون انجام نشه از داخل ایران قدرت انجامش نیست. یعنی این کار داخل ایران هم بهتر از بیرون انجام میشه. همین گروه‌های همفکری که آقای علیزاده گفتن این بیرون تشکیل شده، من مطمئنم الان داره در داخل ایران هم تشکیل میشه. همین الان در داخل ایران هستن کسانی که دارن به جانشینی جایگزینی جمهوری اسلامی فکر میکنن. و یه نکته خیلی مهم، این نکته مهم که اینا برن جاش کی بیاد، یه سوالیه که فقط زمانی محلی از اعراب داره که شما یک سیستم دیکتاتوری رو بخوای با یه سیستم دیکتاتوری دیگه جایگزین کنی. چرا؟ یه سیستمی که نهادهای انتصابی داره، بخش مهمش غیر قابل تغییره، یعنی سیستم جمهوری اسلامی مشکلش همینجا شروع شد. اگر جمهوری اسلامی یک نظامی بود که 4 سال یک بار
همه نهادهای قدرت با انتخاب مردم تغییر میکردن، اصلا مهم نبود در 4 سال اول چه کسایی سر کارن. مشکل از اونجایی شروع شد که نهادهای انتصابی یکی پس از دیگری در جمهوری اسلامی از همون روز نخست تعریف شدن و این نهادهای انتصابی فربه و فربه و فربه تر شدن، به طوری که انتخابات تو این کشور بلا موضوعه. اگر شما جایگزین حکومت کنونی رو یک حکومت دموکرات و سکولار بکنید که این حکومت 4 سال یه بار، 5 سال یه بار، چه میدونم 6 سال یه بار تمام قدرت درش جابجا بشه، هیچ اهمیتی نداره که اون کسانی که در دوره اول بر سر کار هستن چه کسانی هستن. حالا اینکه قانون اساسی که حالا جایگزین این قانون بشه چنین ویژگی هست یا نیست، خب این دست مردمه. مردم یه رفراندومی دارن. مردم ببینید آن چیزی بلایی که به سر ما اومد محصول دزدیدن انقلاب توسط یک گروه نبود، محصول پدران ما در دهه 60 بود که گوسفندوار هر آن چیزی گفتن رو تبعیت کردند. خب اگر شما ما بفهمیم که یک سیستم سیاسی سالم باید 3 سال 4 سال یک بار جا به جا بشه و سیستمی که جایگزین این حکومت بشه نباید نهاد انتصابی داشته باشه با اختیارات عریض و طویل که نشه 4 سال دیگه تغییرش داد، اگه اینو بفهمیم چه فرقی میکنه که حالا وقتی که اینا افتادن ماه دوم ماه سوم کی باشه کی نباشه؟ هر قانونی که بنویسن باید به رأی مردم بزنه، خب مردم رأی نمیدن بهش. شما با کودتا آقای قاضی زاده، من نمیدونم چرا الان آقای قاضی زاده، این آقای قیس‌سعیدی که تو تونس رئیس جمهوره، هرگز هم سیاستمدار نبود، در یک انتخابات دموکراتیک هم انتخاب شد، تونسی که انقلاب شد، بعد اومد قانون اساسی رو معلق کرد. من خدمتتون عرض می‌کنم واقعا من در مورد تونس استثنا چون مطالعه دارم خدمتتون میگم، اصلا تونس فاقد نهادهای مدنی قدرتمنده. یکی از مشکلاتش هم همینه، یعنی اگه شما یک نفری میتونه بیاد به این راحتی تغییراتی اعمال بکنه و جامعه تماشا میکنه، به زور شمشیر که نکرد این کارو که. یعنی جامعه ای که اتفاقا ما 44 سال پیش این کشور انقلاب کرده، یعنی حکومتی بر سر کار بوده که ازش استقلال و آزادی میخواسته، مشارکت در قدرت 44 سال پیش این جامعه میخواسته. این جامعه ای نیست که به یک آقا یه نفر اون بالا شاکدش حکومت میکرد کشورم خوب اداره میکرد. این مردم ایران مردمی بودن که 44 سال پیش مشارکت در قدرت رو میخواستن. این کشور فرق میکنه با خیلی از کشورهای جهان. شما میتونی کشور با ترکیه مقایسه کنی، نمیتونی با تونس مقایسه کنی. یعنی اردوغان دلش میخواد که بدترین سیستم دیکتاتوری در ترکیه پیاده کنه، نمیتونه، برای که یه جامعه ای که به هر حال یه دموکراسی حداقلی داره. جامعه ایران جامعه ای که هزینه داده، بعد بخش بزرگی از ایرانیان که الان در سیستم های پارلمانی جهان دارن کار میکنن، بخشی از بزرگی از ایرانی ها الان مدیران شرکت های بزرگ جهان هستن، اینا همه در فردای ایران به ایران کمک خواهند کرد. یعنی ما یک ذخیره غیر، ما یک تجربه مبارزاتی طولانی داریم. ما الان 12-13 ساله که حداقل داریم برای پروسه این انقلاب و براندازی چک و چونه میزنیم با هم. همین که این پروسه داره طولانی میشه، اتفاقا پخته تر هم میشه. من اتفاقا با حرکت های سریع و خشن و نمیدونم فوری که بخوایم همین فردا جواب بگیریم خیلی موافق نیستم. یه پروسه باید درست پیش بره، درست هم داره پیش میره به نظر من. من اصلا اون ترسای شما رو واقعی نمیبینم، یعنی نمیبینم درش، برای که من معتقدم که ما یه بخش بزرگ، ما جامعه ایرانیان داخل کشور، چه جامعه ایرانی، از ایرانیان خارج از کشور شما کمک میخواهی در فردای سقوط جمهوری اسلامی بخواه که اینها بتونن ظرفیت‌های علمی و مالی خودشون رو به داخل کشور بیارن. اینها اونجا میتونن کمک کنن. الان چه کمکی میتونن کنن؟ الانم میتونن، امیر حسین جان الانم میتونن. بله میتونن، ولی من میخوام بگم این که الان اینا بشینن، یه مشکلی که امروز وجود داره، من سوالم دارم، کمک زیادی نمیکنه امروز؟ الان داریم میگیم کشور با این همه منابع چرا رو مدل توسعه کار نمیکنه؟ ما باید مدل توسعه داشته باشیم، ما باید یه برنامه دراز مدت داشته باشیم، برنامه 5 ساله داشته باشیم، برنامه 20 ساله داشته باشیم. خیلی خوب، شما الان تمام هم و غمت اینه که آقا اینا رو ساقط کنیم، آخوندا رو بریزیم بیرون، حکومت فروپاشیده بشه، یا نه اصلا فروپاشیده نشه، فروپاشیده میشه، مثل متروپول میشه، بالاخره میریزه، بالاخره اون روز میریزه، سعی کنیم بشینیم. خیلی خوب باشه، صحبت اینه آقا، وقتی من میگم فرداش چی میشه، نگو مغالطه، مغالطه نیست،
من دارم مطالعه تاریخی میکنم، میگم کشورهای اطراف ما بعد از انقلابی که کردن و نظام رو ساقط کردن، جووناشون هم عین جوونای ما بودن و همین حرفا رو هم میزدن، مصریا، تونسیا، فلان، که دیگه من باشون بحث داشتم همون سال 2010. الان همون آدمها، همون آدما آرزوی سال 2010 رو دارن تو کشورشون. من نمیخوام مقایسه بلا موضوع و بلا تطبیق بکنم، بگم ایرانم تونس، ایرانم مصر، ایرانم فلان، ولی به هر حال شما در همین ایرانم یه جامعه مدنی قوی نداری. شما چند تا حزب داری که به صورت حرفه‌ای شکل گرفته باشن و فردا نیرو تربیت کرده باشن و بتونن اداره کنن؟ اگه منظورتون شورا مدیریت گذاره و اون 4 نفر آدمی که اونجا دور هم نشستن، که اینا حرف ثابت با خودشون هم نمیتونن بزنن. ببینید چه بلایی سر این آقای مراد ویسی که تو همین اتاقا میومد و خیلی پرشور و هیجانم اتاق میذاشت و صحبت میکرد و برنامه میره. کجا الان فخرآور؟ کجا سلام؟ این که یعنی در واقع کسانی بودن که قرار بود برای فردای براندازی برنامه بچینن. عرض بنده اینه، جمهوری اسلامی با هر نتیجه‌ای و با هر برنامه‌ای و هر اتفاقی هم که براش بیفته، بالاخره محتوم دیگه، سرنوشتی داره، یا ساقط میشه یا ساقط نمیشه. اگر بناس برای فردا ساقط بشه و شما الان دارین صحبت میکنید که ما ساقطش میکنیم، تلاش میکنیم یا مثلا همراهی میکنیم، ما چک و چونش رو زدیم، آقای قاضی زاده، علارغم احترام و علاقه و عرض کنم که اعتقادی که به دلسوزی جناب عالی دارم، عرض بنده که دست شما در برنامه فردای اون روز براندازی واقعا خالیه. یعنی شما هیچ چیزی بیشتر از تونس و مصر و لیبی و سودان نداری. حالا یه وقت ممکنه مثل مصر دوباره برگردن سر نظام قبلی، یا مثل لیبی کشورشون آواره بشه، یا مثل سودان دو تا کشور بشن سودان جنوبی که اونم هنوز اصلا در دولت کشور بودنش تردیده، یا مثل تونس دوباره برگردن در یه قاعده دیکتاتوری دیگری. خب الان وقتی که شما داریم حرف از اصلاحات ساختاری میزنیم، یعنی شما یه راه و روشی پیدا بکنید، آقای حاکمیت، آقایون مردم معترض، بیاید بشینیم با هم همفکری کنیم، یه راهی پیدا کنیم که نه کشورمون بیفته تو گرفتاریای عرض کنم اتفاقاتی که در بهار عربی افتاد. شما هیچی بیشتر از اونا و بهتر از اونا نیستیم. اونا هم نخبه داشتن، اونا هم کلی متخصص تو خارج از کشور داشتن، اونا هم کلی سابقه کار حزبی و کار برنامه‌ریزی داشتن. با کی هم فکر کنیم آقا؟ هر کدومش یه گرفتاری. آقا با هم الان چیکار داریم میکنیم؟ نه من الان دارم میگم شما بیا کنیم. ببین حکومت که فقط یه نفر که نیست. کیه حکومت؟ حکومت که فقط آقا، کی از حکومت؟ آقا خامنه‌ای که فقط نیست. حکومت آقا اجازه بدین، حکومت که فقط یه نفر که نیست. این یه نفر یه سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه نیست. نفر بعدی هست، یه ساختاری هست، یه ادمنستریشنی هست. هر کدوم از اینا یه نظری دارن، یه دیدگاهی دارن، هر کدوم یه شکلی دارن. من اصلا کار ندارم، به رئیس جمهورم کار ندارم، به رئیس مجلس هم کار ندارم. یه نماینده مجلس، یه استاندار، یه معاون استاندار، یه نفر، یه مدیر در ساختار جمهوری اسلامی اسم ببر، بگو من میخوام با این مخالفی که مخالف سیستم هست بشینم حرف بزنم، یک نفر من اسم ببر. ببین آقای خیلی خوب، نه هویت تو قبول نمیکنه، مثلا وجود داری ایرانی بودن رو قبول نمیکنه. من بشینم حرف بزنم، مشکل من با شما همینه. اتفاقا با توجه به شرایط فعلی، تداوم حکمرانی به سبک موجود رو، نظیر اون چیزی که اختلافی که افتاده بود بین نخست وزیر و رئیس جمهور و کماکان همه مسئولین کشور از جمله آقای خمینی و دیگران، به این جنبندی رسیدن که خب این نمیشه، باید اصلاحش بکنن. خب میرن اصلاحش میکنن. ولایت فقیه هم اتفاقا اصلاح کردن، یعنی در قاعده ولایت فقیه یه سری اختیارات رو از ولایت فقیه گرفتن، یه سری اختیارات رو به ولایت فقیه دادن تو جریان بازنگری قانون اساسی. پس موضوع تبدیل و تبدل در ولایت فقیه هم یه چیزی نیست که الان بگیم آقا دیگه اصلا غیر قابل تغییره، اصلا امکان پذیر نیست. شما همین الان آقای علیزاده در همین حوزه علمیه قم، از اول شروع اعتراضات تا الان، تمام سخنرانی مراجع تقلید از آقای نوری همدانی، از آقای خدمت شما علوی گرگانی و دیگران رو ببینید، هیچ کدوم اون روایتی که حاکمیت داره از اعتراضات و اینا دارن میکنه نیست. آقای نوری همدانی یک مجتهد مرجع تقلید نزدیک به حاکمیت بود که ما سال 88 عملکردش رو دیدیم. تو یک کدوم از سخنرانیش حاضر نشده به معترضین عرض کنم که اونها رو در واقع خطاب قرار بده یا اونها رو محکوم کنه یا اونها رو منکوب بکنه. همین قدر که مرور حوادث، همین قدر که به قول آقای وزیرشناس خیابان
مطالبات جمعی، بحثایی که داره میشه، نگاه روحانیت سنتی و مراجع تقلید رو فاصله داده با حاکمیت، فردا روز اون مجلس خبرگانی که میخواد بشینه رهبر تعیین بکنه، میخواد بشینه ساختار جدید طراحی بکنه، نظر این مرجع رو میپرسه دیگه. مرجع تقلیدی که خودش تحت فشار بوده، بیتش تحت فشار بوده، حتما نظرش موقعی که دیگه میخواد درباره ساختار صحبت بکنه نظر متفاوتی است. شما این چیزا رو ببینید. شما بحثی که همین الان تو حوزه داره درباره تداوم سیستم ولایت فقیه داره میشه رو ببینید. شما بحثی که تو خود بین مذهبیون و همین سپاه و همینا داره میشه ببینید. شما گمان میکنید که برای پیدا کردن یه سیستم جایگزین جمهوری اسلامی حتما باید این از راه توافق و کسانی حاصل بشه که این افراد در 14 گذشته هم نتونستند به هر حال یک قدم موثری بردارن. به هر حال اینا گذشتهشون هم همینه. چرا فکر میکنید که نیروهای سیاسی دیگری پیدا نخواهند شد در آینده با اونها این کار انجام بدن؟ خب آقای قاضی زاده، من حرف شما درسته، هر اتفاقی ممکنه بیفته. نه ممکنه، سوال اصلا من ممکن نگفتم که، من نگفتم ممکنه. مگه شما یه عالم نیروی سیاسی داری که تو 14 گذشته در داخل و خارج از کشور، الان اینا چهره هایی هستن، چهره هایی، بعضی هاشون تکنوکرات هستن، بعضی هاشون مدیران برجسته بودن، بعضی هاشون هم نیروی سیاسی هستن. خب هیچ وقت هم اینا در اون گروه های اپوزیشن های کلاسیکی که در 14 گذشته معرفی شدن معرفی نشده بودن. اینها الان به طور مشخص احساس نیاز نمی کنند که این کار رو انجام بدن، دارن کار میکنن همونجوری که آقای صحبت میکنن، ولی ائتلاف سیاسی برخلاف چیزی که شما میگید که کمک میکنه، حتی میتونه آسیب بزنه، میتونه حجمه ایجاد بکنه. خیلی فکر میکنن که الان نباید پیش قدم بشن. چرا فکر میکنید که اون آدم ها وجود ندارن؟ شما فکر میکنید که اگر همین الان یه گروهی تشکیل بشن، مثلا آقای خمینی در پاریس بگه من یه قانون اساسی هم زیر پتوی خودم دارم، با خودم میارم ایران، الان مردم فوج اسمش رو تو خیابون میارن براش کف میزنن؟ نه قطعا این کار نمی کنن، حتی احتمالاً دفعش هم بهش بدن. خب ما با جریانی در خیابون الان مواجه هستیم که به نظر نمیاد که خیلی رهبری پذیر باشه. طبیعتا بسیاری از نیروهای سیاسی حس میکنن که اگرچه نمیخوام ترمیم بدم به همه ها، اون چیزی هم که من گفتم که احساس نیاز نمی کنم، نظر شخص منه و تقریبا اکثر کسانی که حالا بیرون از با من مخالفن، این نظر شخص من بود. من فکر میکنم که وقتی ما یه جریان در خیابون داریم که خیلی رهبری پذیر نیست، خیلی از نیروهای سیاسی احساس میکنن که خب وقتی چنین طلبی در جامعه وجود نداره، چرا ما الان باید بیایم یه کاری انجام بدیم، یه چیز تشکیل بدیم که ممکنه بیش از آن که چیزی اضافه کنه به جامعه، آسیب ایجاد بکنه، تفرقه ایجاد بکنه. خب چرا اصغر هست اکبر نیست؟ چرا اونیکی هست و اعتراف اینیکی نیست؟ ببینید یه زمانی مثلا برای 30 سال 40 سال پیش لازم بود تشکیلات سیاسی باشه، یه جمعی باشه، شورایی باشه، کار بکنه. مثلا آقای خمینی در پاریس، اینایی که می‌خواستن دور برای خمینی بگیرن، ناچار بودن یه کسی باشه که مرجعیتش باشه که در واقع در ایران قبولش داشته باشن، بعد برن در زیر سیستم اون دستگاه تشکیل بدن کار بکنن. الان بسیاری از این کارها با همین شبکه‌های اجتماعی داره انجام میشه. یعنی خب اون ضرورتی که من هنوز نمیفهمم، یعنی اصلا قانعم نمیشم سر این قصه که بله، چیزی اضافه میشه به آن چیزی که در خیابونه، یه هماهنگیه که الان در شبکه‌های اجتماعی انجام میدن، گروه های مجازی دارن تشکیل میشن. بسیار از این چهره هایی که قبلا اگر خودشون رو در ذیل یک حزب معرفی میکردن، چرا این کارو میکردن؟ یه نفر میرفت خودش رو به یه حزب بزرگ در واقع اتچ میکرد برای اینکه یک کردیت و اعتباری به دست بیاره. الان مثلا فلان آقا یا فلان خانوم، الان مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، 2 میلیون فالوور داره، اون مقام سیاسی که تو قلب میخواد بشینه به نگاه بکنه، میفهمه که این آدم یک آدمیه که به نوعی مرجع سیاسیه. یعنی که میخوام بگم الان مکانیزم های دیگری وجود داره که افراد لزومی نداره که حتما خودشون رو به یک تشکیلات اتچ بکنن، کاری که الان به عنوان مثال داره مسیح نژاد میکنه یا حامد اسماعیلیون میکنه یا کسای دیگه میکنن. شما حدودا مثلا 30-40 سال پیش محال ممکن بود این افراد بتونن بدون وصل شدن به یک تشکیلات سیاسی بزرگ این کار رو بتونن انجام بدن. الان میتونن انجام بدن. الان یه حامد اسماعیلیون میتونه بشینه تو کانادا در برلی راهپیمایی 5 جزوه بذاره، میتونه. این کار نمیشد. یعنی میخوام بگم ابزاری الان وجود داره که دیگه بی‌نیاز میکنه شما رو از اون ائتلاف‌های سیاسی. اون هم به نوعی خودش بد نیست،
اگر بشه تشکیلش داد، اگر بشه استفاده کرد در زمان خودش. ولی اینکه الان همه چیز رو منوط به اون بکنی و بعدم یه سری مسائل رو هم به هم ربط میدیم، مثلا اینکه یکی میشینه آتش اعتراضات رو زیاد میکنه، یکی از کارهایی که اون گروه باید بکنه باید فراخوان بده دیگه. خب همین فراخوان اعتراضات رو دادن، اینکه فلان روز بیایید تو خیابون، الان از منظر شما یعنی اینکه تندش کردن یا دخالت کردن. خب اون گروهی که تشکیل در واقع ائتلاف میده باید پروسه انقلاب رو راهبری هم بکنه دیگه تا برسه به اون دختر. آقای قاضی زاده نمیشه که بشینه کنار تماشا بکنه دیگه. انقلاب رو اونا مدیریت میکنن، من دور کار گذار رو انجام میدم. آقای خب دوستان، امیدوارم تا به اینجای کار استفاده کرده باشید از مطالبی که بیان شد. مثل همیشه گشتی میزنیم در توییتر و مهمترین توییت ها و اخبار رو مرور میکنیم. اکانت فرنی در پیوند با یکی دیگر از جانباختگان راه میهن، خانم آیدا رستمی، خانم دکتر آیدا رستمی که این روزها خوب فهم میکنم حرفش و داستانش رو زیاد شنیدید و عکسش رو زیاد دیدید، در پیوند با ایشون رشته توییتی رو منتشر کرده که با هم مرور میکنیم. اینطور شروع شده که سلام، اسم من آیداست و کشته شدم. من یک پزشک عمومی بودم که مخفیانه برای درمان مجروحای انقلاب 1401 ایران کمک میکردم. متولد سال 65م و پدرم رو توی 10 سالگی از دست دادم. پدرم رو سرطان از من گرفت و همون موقع گفتم که میخوام دکتر بشم تا دیگه کسی عزیزش رو اینطوری از دست نده. من توی دوران کرونا هم توی خط مقدم برای مردم ایران جنگیدم و تبابت کردم. خودم هم مریض شدم و تا پای مرگ رفتم، اما زنده موندم که بازم به مردم کمک کنم. تصویر آیدای زیبا رو میبینی، تک تک این بچه ها من بارها به نزدیکانم گفتم مثل گل میمونن، واقعا زیبا، شاداب، پر از شور زندگی. و لعنت بر علی خامنه ای که داغ تک تک اینها رو بر دل ما گذاشت. من هم مثل میلیون ها دختر ایرانی زیر بار حجاب اجباری و حقوق نداشتم، داشتم خفه می شدم. من هم مثل شماها فکر می کردم این روزمرگی های چرک دردآور پردود، این فقر اقتصادی، این کشور از هم پاشیده و حکومت ظالم حقم نیست. روز 21 آذر نیروهای اطلاعات من رو جلوی بیمارستان چمران که محل کارم بود دزدیدن و بعد به خانوادم زنگ زدن که بیان دنبالم. جسدم رو با صورت له شده و دست شکسته به خانوادم تحویل دادن. توی گواهی فوتم نوشتن برخورد با جسم سخت. من رو کنار پدرم به خاک سپردن. راهم رو ادامه میدی هموطن؟ خونم رو به ثمر می نشونی؟ نوشته از دکتر یاسمن سیاری در پیج اینستاگرامشون. عکس ها هم از استوری اینستاگرام جاویدنام آیدا رستمیه و توسط خانوادهشون هم تایید شده. یکی از استوری های آیدا رو می بینید که اینطور نوشته: هر تایم که بتونم و به نت وصل میشم با تمام وجودم فریاد می زنم بیزاریم از شما. نیاز به رفراندوم نه به جمهوری اسلامی ایران نیست. مردم شما رو نمیخوان. بس هرچی فقر و فساد و اختلاس و فرار نخبه ها و ناامیدی که کاشتید. حالا وقت برداشت کثافتی هست که به دروغ 43 سال ادامه دادید. کثافت بزنه به اون خون نجس تک تکتون. و یکی دیگه از هموطنانم در مورد آیدا اینطور نوشته: یاسمن، من چند سال پیش زمان دانشجویم به طور داوطلبانه به کودکان افغانستانی و پاکستانی مهاجر ساکن تو حاشیه شهر ری درس میدادم. از اون موقع شماره دکتر رستمی هنوز تو گوشیم سیف هست به اسم پزشک داوطلب. یک بارش رو یادمه با خود من هماهنگ کردن، صداشون هنوز خاطرمه. اومدن برای ویزیت و مداوای بچه ها، چون این بچه ها خیلی هاشون بیشناسنامه و بدون بیمه بودن و به خدمات درمانی دسترسی نداشتن. ایشون با
برای کمک به یه نقاطی از شهر تهران اومدن که خیلی از مردم اصلا از وجودش خبر ندارن. از وقتی عکس رو دیدم و خبر رو خوندم تو شوکم و اصلا باورم نمیشه. البته دوستان میدونید که تماس گرفتن کلانتری اکباتان با خانوادش و گفته که آیدا تصادف کرده وقتی خانوادش رفتن جسد ایشون را پیکرش رو تحویل گرفتن، همونطوری که خوندید دیدن که نصف صورتش به واسطه ضربات متعدد جسم سخت، همونطوری که در برگه پزشکی قانونیش اومده، تقریبا له شده و از بین رفته. اکانت سحر مورگن رشته توییتی منتشر کرده در ارتباط با مجید رضا رهنورد، اینطور نوشته که روز 26 آبان در مشهد چه اتفاقی افتاد. اول اعلام کردند که دو قلاده بسیجی تلف شدند. نصف شب نشده بود که این دوتا به سه تا تبدیل شد و سومین بسیجی هم اسمش شد ابراهیم غفاریان. فرداش یعنی 27 آبان نزدیکای ظهر بود که محسن داوری فرماندار مشهد اعلام کردش که بسیجی سوم که شب قبلش رسانه هاشون شهیدش کرده بودن زنده است. ابراهیم غفاریان نمرده بود. همونجا هم اعلام کردن که فرداش یعنی 28 آبان برای سه نفر تشییع جنازه میگیرن. نفر سوم رو اعلام کردن که یه سرباز مرزبانی بوده که در سراوان کشته شده، اسمش رضا رضوانی، مراسم هم براش گرفتن. دو روز بعدش هم سه تا خیابون رو به اسم همین سه نفر تغییر دادن تو مشهد. همونطوری که مشاهده میکنید خبر تغییر نام این سه تا خیابون، نامگذاری سه معبر به نام شهدای مدافع امنیت در مشهد که یکیشون اساساً در لب مرز کشته شده بود و ربطی به مجید رضا نداشته. میبینید این دو قلاده بسیجی که به هر حال منتسب میکنن که توسط مجید رضا به درک واصل شدن، تصویرشون رو حالا در جایی که به نام محل شهادت شناخته شده به هر حال آویزون کردن. اکانت قنچه تصویر پدر کیان پیرفلک رو منتشر کرده و نوشته میثم پیرفلک پدر کیان پیرفلک، و نقل کرده که از پدر کیان که اینطور گفته که اگر من مجروح شدم و توان حرکتی هم مشکل پیدا کرده بازم شاکر هستم. خدا رو شکر میکنم که بچه هایم سالم هستن. اگه کیان گلوله میخورد من چی کار میکردم؟ پدرش هنوز آدم نمیدونه واقعا چی میگه. پدرش هنوز نمیدونه کیان کشته شده و تصویر میثم پدر کیان رو میبینید. خدا بهشون صبر بده واقعا. غلام حسین کرباسچی هم در ارتباط با اعدام محسن شکاری توییتی رو منتشر کرده و گفته که امشب بحث داغی در کلاب هاوس درباره محسن شکاری بود که آیا کار او مستاق محاربه بوده یا نه. مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور که اصرار جدی بر محارب بودن و درستی حکم اعدام داشت اعلام کرد قاضی که این حکم را داده اون شب تا صبح گریه کرده و برای آمرزش او دعا کرده است واقعا، و علامت سوال گذاشته. محسن سازگارا نوشته که حفاظت اطلاعات ارتش در گزارشی به دفتر فرماندهی کل ارتش عنوان میکنه که بیش از 55% از خانواده های افراد ارتش در اعتراضات اخیر شرکت داشتند. غیر از خانواده ها بسیاری از نظامیان جوان، نظامیان در انتظار بازنشستگی و فرزندان نظامیان هم در میان معترضین بوده و یا بازداشت شدند. وحید آنلاین در ارتباط با جانباخته راه میهن علی روزبهانی و مراسم چهلومش که فکر میکنم تصاویرش رو اگر اخبار رو امروز دنبال کرده باشید توییتی رو منتشر کرده، به نقل از برادر علی روزبهانی در مراسم چهلومش نوشته که مرسی که اومدید، دستتون درد نکنه ولی سکوت نکنید. بریم با هم خودمون اصلا ببینیم چه گفته برادر زنده یاد علی روزبهانی. مرسی اومدید، دستتون درد نکنه ولی سکوت نکنید، ساکت نشین جلوی اینا مردم. سکوت شما میشه طناب دار محسن، سکوت شما شد مجید رضا، سکوت شما میشه ماهان. ساکت نشین، ساکت که بچین اسم میریزین رو خاک، میریزین رو اسم این بچه.
ساکت نباشی مردم، نترسید. البته پدر علی روزبهانی هم صحبت کرد، صحبت‌های جگرسوز و جانسوزی کرد که حالا دیگه وقت نمیشه من بخوام صحبت‌های پدر عزیزش رو بیارم و من واقعا نمیتونم چیزی بگم دوستان، جز غصه خوردن چیزی ندارم بگم. هیچ کس نوشته که معراج تهرانی رپ کن قبلا استوری گذاشته بوده که باهاش تماس‌های تهدیدآمیز گرفته شده و گفتن که بره دادسرا ولی نرفته. امروز ادمین پیج اینستاگرامش استوری گذاشته و گفته که 24 ساعت کسی از معراج خبر نداره. معراج کجاست؟ تنها راه آزادی سرنگونی نظامه. تصویری از معراج منتشر کرده و استوری خود معراج رو هم گذاشته که تماس‌های مشکوکی دارم، پیام‌های تهدیدآمیزی دارم، صدام زدم برم. این متن رو امروز در کمال صحت و سلامت جسمی و روحی و روانی بدون بیماری های پیش‌زمینه‌ای و بدون استعمال هر گونه مواد مخدر و محرک می نویسم. پوریا زراعتی هم در مورد آیدا رستمی رشته توییتی رو منتشر کرده و نوشته که چه بر سر آیدا رستمی اومده. پزشک 36 ساله ساکن شهرک بعثت تهران دوشنبه 21 آذر ساعت 4 عصر از محل کارش در ملا صدرا به سمت میدون آرژانتین رفت برای تهیه دارو از یک داروخانه شبانه روزی. این آخرین موقعیت مکانی بود که در تماس به مادرش اطلاع داد. ساعت دوازده و نیم بامداد 22 آذر کلانتری 135 اکباتان به برادرش زنگ میزنه و میگه همراه مادرش با مدرک شناسایی به اونجا مراجعه کنند. به خانواده میگن ماشین زده به دخترتون رو فرار کرده اما گوشی و کیف آیدا رو تحویل نمیدن. سه شنبه گذشته آیدا رو کنار پدرش در امامزاده عبدالله گرگان دفن کردن. آیدا در اعتراضات با باند و استریل میرفت بین معترضان و بهشون کمک میکرد. به دوست نزدیکش گفته بود اگه کشتشه کسی خبردار نمیشه. چه بر سر آیدا رستمی اومد؟ مادرش داغدار و نگران تنها پسرش که براش مونده. اطلاع رسانی کنید و صدای خانوادهش باشید. تصاویری هم از آیدا میبینید. ابراهیم الله بخشی هم تصویری از پرینت قضایی محمد بروغنی منتشر کرد و نوشته که تصویر این پرینت به دستش رسیده که در اون به اتهامات وارد شده به او از جمله محاربه اشاره شده. جان محمد در خطر، او همچنان در بند 390 به سر میبره و به بند عمومی انتقال داده نشده. هر لحظه احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام او وجود داره. تصویری از پرینت قضایی اعلام وضعیت محمد بروغنی رو مشاهده می کنید. نوشته اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و ضد بر ضد امنیت داخلی خارجی، محاربه و اخلال در نظم و آسایش. آخرین توییت رو هم از سامان اربابی میخونم براتون. پیامی از عبیر یا اوبیر از سهلانی نماینده سوئد در پارلمان اتحادیه اروپا که داعش جمهوری اسلامی یا جایش رو خطاب قرار داده منتشر کرده که با همین ویدیوی جالب رو میبینیم. The mullah's regime in Iran has been kicked out of the UN women. I'm sending him an extra bag so they can pack even more quickly. And soon it's time for the regime in Iran to pack their asses out of the EU. As long as you are killing women, you don't belong to be in the EU. Bye. یه سر هم به اینستاگرام میزنیم. اکانت 1500 تصویر هم در ارتباط با همون رشته توییتی که براتون خوندم و اون قضیه سه بسیجی که به نام مجید رضا رهنورد میخواستن بزنن و گفتن که اول در ابتدا گفتن این سه نفر به دست مجید رضا از نظر خودشون به شهادت رسیدن، در اون ارتباط نوشته و گفته که جمهوری اسلامی میگه 26 آبان مقابل خونه مجید رضا رهنورد در مشهد دو بسیجی کشته شدن، اما دروغ. اون روز و در اون محل سه بسیجی کشته شدن. رسانه‌های حکومت ابتدا هویت نفر سوم رو اعلام کردن اما پس از مدتی سناریو تغییر پیدا کرد. یه نفر حذف و
تعداد کشته شده ها 2 نفر اعلام شد. جمهوری اسلامی ابتدا برای 3 نفر مراسم تشییع جنازه برگزار کرد، اما بعدتر نام و تصویر 1 نفر اونها رو حتی از فیلم های مراسم حذف کرد. همچنین در اعترافات اجباری که از مجید رضا گرفته شده و در متنی که برای او نوشتن تا از روش بخونه میگه راضی ام 3 بار اعدامم کنن. 24 آبان تمام مغازه‌داران اطراف محل کشته شدن 3 بسیجی برای 24 ساعت بازداشت شدند و تحت فشار و تهدید قرار گرفتن و سپس تمامی فیلم های دوربین مداربسته مغازشون از اونها گرفته شد. نام نفر سوم ابراهیم قفاریانه که اون روز کشته شد و برای همیشه بی هیچ توضیحی از این پرونده حذف شد. میبینید که اول صدا و سیما گفته سومین بسیجی هم در پی حوادث امروز مشهد به شهادت رسید. باشگاه خبرنگاران این خبر رو اول منتشر کرده بود و پایگاه خبری تحلیلی انتخاب هم در صفحه خودش آورده. میبینید که نوشته تشییع شهدای مدافع امنیت در مشهد، شهیدان دانیال رضازاده، حسین زینالزاده و ابراهیم غفاریان در سایت نماشا. حقیقتا همین الانش راضیم 3 بار ادامه کنن. حقیقتا همین الانش راضیم 3 بار ادامه. خب دوستان بریم سراغ ادامه اتاق. در ادامه آیه بهشتی یکی از فعالان کلاب هاوس در ارتباط با قضیه ائتلاف و نیروهای اپوزیسیون و افرادی که این روزها مردم ازشون انتظار دارن در کنار هم ائتلاف تشکیل بدن و نقایصی که مترتب هستش بر نحوه رفتار سیاسی اونها صحبت میکنه. به اتفاق آقای قاضی‌زاده بریم با هم ادامه بحث جالب و خیلی مهم این دو نفر رو ببینیم و بشنویم. همون رهبران سیاسی که از ترس اینکه سوال بشه دعوا بشه نمیان وسط، اساسا این اصلا به نظر من شایستگی رو ندارن که اصلا اسمشون رو ما بیاریم. بچه‌ها جلو گلوله اینا مثلا میترسه اگه ما بیایم مثلا اختلاف میشه. اصلا تمام اون اصولی که یک نفری میاد وسط یک گفتمانی رو فرموله میکنه، فالوورهای خودش رو جمع میکنه، با دیگران وارد ائتلاف میشه، بده بس همش رفت زیر سوال. یعنی اصلا آنچنان رهبرانمون بیورزن که البته هستن 100% هستن، یعنی فاجعه‌ای که خلق کردن تمام اعضای اپوزیسیون اصلا شگفت‌آوره. یه بیانیه‌ای هست میتونم پین کنم بالای اتاق، بعضی از رهبران میدانی میگن ما از خیر اپوزیسیون گذشتیم. بزنید سرچ بکنید بیانیه شماره 1 لیدرهای میدانی. اینا انقدر سطح شعورشون بالاست که در مورد اپوزیسیون یک جمله نوشته، نوشته ما از خیر اپوزیسیون گذشتیم. این جمله درخشانه. من یه سال و نیم پیش تا امروز دارم میگم این اپوزیسیون آقا فشله، ناتوانه. اصلا میزان وقتی که گذاشته چقدر بوده پای این کار؟ آقای قاضی‌زاده میگه رفته دیدار گرفته. من ازشون سوال میکنم یک کتاب علوم سیاسی من بده که این شکلی کسی رهبری میکنه، یا ایشون اسم فراخوان آورد، یک کتاب علوم سیاسی شما من رفرنس بده که این شکلی رهبری میکنه. فراخوان دادن و دیدار گرفتن با رهبران خارجی آخرین کاری که میکنه یه رهبر سیاسی. کار اول میدونید چیه؟ گفتمان سازی، پیگیر، بسیار پیگیر، در آغوش کشیدن کلیه کانال‌های ارتباطی با فالوورهای و آدینسش. سپس ایجاد سازمان و تأمین مالی. وقتی اینو ایجاد کرد با یه سنبه فرزوری، با یه قدرت چانه‌زنی با رهبران دنیا میره صحبت میکنه. بعد دوباره خودشو تقویت میکنه. بعد میاد استراتژی و پلن مبارزاتی میده. اینی که یه نفری رفته یه دیداری گرفته، اون نازنین بنیادی هم والا بلده. به این میگم پولیتیکال اکتیویسم. اینکه نقش الیت نیستش که. یا اینکه یه فراخوان مثلا علی کریمی هم بلد بود فراخوان بده. دمش گرم، درود به شرفش، درود به غیرتش. ولی این پولیتیکال اکتیویسم اینکه الیت نیستش، همینجور یه دونه فراخوان قضا قدرگرا یا آقا یا میگیره یا نمیگیره دیگه. شما رهبرای سیاسی دنیا رو حتما مطالعه کردید. گاندی چه تعداد سازمان ایجاد کرد؟ نلسون ماندلا چه میزان سازماندهی کرد؟ لخ والسا همچنین، پدران بنیانگذار که اصلا سازوبرگ نظامی آماده کرد. خب اینجوری که نمیشه رهبری کرد. ما تنبلی خودمون رو بذاریم یه جمله، مردم مدیریت پذیر نیستن، رهبری پذیر. این اصلا یه پیشفرض عجیبیه. مثلا فهم نمی‌کنم مثلا اکثریت منفعل بیاری وسط. نیرو نظامی میخواد به کی ریزش کنه؟ خارجی‌ها میخوان با کی صحبت کنن؟ صورتگری وضع پس از جمهوری اسلامی چجوریه که الیت حکومتی رو جذبش بکنیم؟ همینجوری رو هوا، همه سردارن، همه سرلشکرن کف خیابون.
چجوری می‌خوایم استراتژی‌ها رو هماهنگ بکنیم. مثلا میگه فلان استان شورش رو استان بغلی نمیاد، خب این آرزوی شماست که جامعه اتوماتیک عمل کنه، این کار میبره تا اینا بشود. یا فلان قشر پس چرا قبل از این اعتراضات همش تو خیابون بود، حالا نمیاد تو خیابون؟ کار شماست این نقشه رو به هم نزدیک بکنید. یک محوریتی میخواد. ببینید این یه بحث خیلی طولانیه، ما اینو داشتیم یه اتاق داشتیم با آقای منظرپور به نام رهبری جنبش انقلابی و زمان ایجاد آلترناتیو، که اونجا مفصل طبق فکت تاریخی گفتیم 1-2-3 اینا مراحلشه، اینا جنبش های موفق سیاسیه. یعنی وقتی در بستر یک جنبش انقلابی که تو دانش آموزا قلقل میکنه الیت سیاسی روی این سوار میشود، تبدیل به پروژه سیاسی موفقش میکنن و بعد میتونن هم احتمالاً به دموکراسی گذار بکنن. زمانی که این نیست، دوباره طبق پژوهش های علوم سیاسی میگم، زمانی که توده ها میان تو خیابون الیت نمیاد، شانس پیروزی جنبش ها به شدت میره پایین، به شدت میره پایین. مثلا اگه فکر کنید مثلا این جنبش دارای الیت بود، فکر کن مثلا همجور ذهنی میگم که حس بگیرید، اون به شدتش مثلا 70% شانس پیروزیه، بدون الیت مثلا 20% شانس پیروزیه. از اون طرف اگر الیت جامعه ناراضی بشه، گلاویز بشه با حکومت، بستر انقلابی نباشه، الیت هم شانسی نداره، زندانی میشه، تنبیه میشه، حذف میشه. در پیوست این دوتاست، یعنی جنبش انقلابی که از توده ها تمنای انقلابی هست، الیت به اون اضافه بشه. من دارم بر اساس پژوهش میگم، نه پژوهشی که یه نفر مثلا بگه من اسمم حسن تقیه به این جنبندی رسیدم، نه. یه کتابی من به شما میگم آقای قاضی‌زاده، بزنید از آمازون دانلود کنید امشب بخونید، Revolutions and Revolutionary Movements، یعنی انقلاب ها و جنبش های انقلابی. میگه زمانی که الیت نمیان، موج سواری نمی کنن، که این موج سواری مثبته، روی بستر انقلابی جامعه شانس پیروزی میشه بشه داد میره پایین. از اون ور الیت بخوان کاری بکنن، جامعه دنبالشون نیاد، حکومت ها میگیرن الیت رو زندانی میکنن و یک فشاری از گردش میکشن. اینا دیگه پژوهش تاریخ ما نیاز نداریم یه حرفای عجیب بزنیم، مثلا مردم چیز پذیر نیستن. خب نه خیر، واقعیتش اینه که الیت سیاسی ما فاجعه خلق کردن، فاجعه عجیب و عظیمی خلق. من واقعا زبونم قاصره که اینو توضیح بدم که اینا چک از سال 96 که جامعه شعار داد اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، اینا باید کارشون رو انجام میدادن، نه که حالا برسیم بگیم آقا دیگه بچو اصلا دیگه نیازی نیست، خودشو ناراحت نکن. یه انقلاب فسقلی است، برای بچه‌ها تو کف خیابون بکنن، بعدن ماها میایم حالا مثلا یا تاج میذاریم سرمون یا پست میگیریم و اینا، مثلا ما اینجوری مثلا بردیم کار کنیم. همه آدمای پس از براندازی هم. هر کس راجع به بعد از براندازی صحبت میکنه، یعنی تمرکزش ها، شما میتونید بگی بله من دموکراسی میخوام چه اینو چنان، ولی که تمرکزش فقط اونجاست، این کلاهبردار سیاسی موج سوار مصادره‌گره. نه خب کی میتونه بگه که مردم یه جامعه روانپذیر نیستن؟ من راجع به این اتفاق به خصوصی که رخ داده دارم صحبت میکنم. ببینید قصه اینجوریه دیگه، ما توی یک برهه بزرگی از زمان یه میانگین سنی خیلی پایینی داریم تو خیابون، یعنی یه بخشی اومدن که حالا بهشون میگفته میشه نسل زد، اینا یه ویژگی های خاصی دارن، یه گسستی وجود داره بین اینها و نسل های قبلی و یه چیزایی رو قبول ندارن، یعنی اینکه ارتباط خوب برقرار نمی کنن. یه کسایی هستن که خیلی پیگیر دنبال مرجعیت سیاسی هستن، اونا عمدتاً نمیتونم بگم حالا همشون که قطعا نه، عمدتاً اونا نیروهایی نیستن که تو خیابونن. نیروهایی که تو خیابونن میانگین سنی خیلی پایین دارن. من اون رو عرض کردم که اینا خیلی رهبری پذیر نیستن، نگفتم تازه اصلا رهبری پذیر نیستن، گفتم اینا خیلی رهبری پذیر نیستن. بعد نشونه هایی داره در طول این چند ماهی که گذشت، همین مراجع سیاسی که الان همین اسامی که من نمیخوام حالا اسمشون رو بازگو بکنم، ولی خب همین کسایی مثل شما دیگران دنبال هستن که اینا بشنن با هم ائتلاف بکنن، اینا صحبت هایی کردن یا پیشنهاد هایی دادن یا به هر حال یه جاهای اکت هایی کردن که در واقع به نوعی رفتن توی همین جلد یک کسیه که داره فردای خودش به شکل فردی یا یه عضو یک شورا قراره که راهبری بکنه، واکنش های خیلی تندی گرفتن و بسیاریشون اصلا حتی رویه فردیشون رو محافظه کارتر کردن. مثلا مثال میتونم بزنم، حتی آقای اسماعیلیون بعد از برلین خیلی بهش هجمه شد، حالا ممکنه بگه انتقادهای شد، انتقاد درست بود خیلیاش، اصلا من نمیخوام وارد بحث متواش بشم، ولی وقتی که اون حجم، وقتی یه کار بزرگ میکنی و یه حجمی بزرگی هم میشه، طبیعتا من میتونم درک بکنم که اسماعیلیون که اساسا خودشو خیلی هم آدم سیاسی نمیدونست و حتی از اون گروهی که داشت نمایندگیشون که سخنگوی اون گروه بود، از اون هم بهش هجمه شد. یه چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که
این حرکتی که الان تو خیابونه راجع به این اگه حرف بزنی، من همچنان معتقدم که خیلی چیزی اضافه نمی‌کنه. مواردی که تو نام بردی به عنوان رهبر انقلاب، خب موارد خیلی درستیه، ولی سوالی که من دارم ازت اینه که اینا رو دنبال کی می‌گردی که این کارو انجام بده؟ کسانی که الان قراره که بشینن یه ائتلاف سیاسی تشکیل بدن، اینا کسایی هن که اگه واقعا این کار رو میتونستن بکنن، سالها پیشتر از این کارهایی تو همین راستا انجام داده بودن. اصلا این که بشینن گفتمان سازی بکنن، من هیچ کدوم از این اسامی که الان مطرح هستن رو در این حد نبینم که اینا میخوان گفتمان سازی کنن. یعنی انتظار رو بالا بردن از یه سری آدم هایی که بله اینا اپوزیسیون سیاسی هستند، یه نیروی سیاسی هستند، مثلا الان خیلی هم هستن الان تو ایران، مثلا من اسم ببرم حزب همبستگی ایران، اینا یه حزبی بودن، اکثرشون هم نماینده پارلمان بودن، تشکیل داده بودن، حالا بنا به دوره ممکنه بنا به مصالحی اینا بشن یه بخشی از اپوزیسیون. حالا بگیم که آقا شما یه حزب سیاسی هستی ببشین گفتمان سازی، خب اون نمیتونه انجام بده. یعنی اون کسانی که در واقع این وظیفه رو به دوششون میذاری، این آدم ها نیستن، این اسامی نیستن. یکی از چیزایی که من لای حرفای امشبم گفتم این بود که وقتی حرکت های این شکلی رخ میده، اگر سریع هم پیش نره، توی پروسه پیش بره به جهاتی خوبه، یکیش همینه، در واقع رهبران همین بسط ساخته میشن. یعنی اون چیزی که برای یه انقلاب لازم هست تو نیروهای سیاسی حداقل خارج از کشوری که به شکل کلاسیک ما 14 پیش اینا رو میشناختیم، من حداقل تو این زمانی که بیرون از کشور هستم نمیبینم، وجود نداره. مگر اینکه شما چیزی در اینها دیدی که انتظار داره که دارن کوتاهی میکنن، من نمیبینم در اینها، و اصلا هم اینها دنبال چنین چیز نیستن. در همین حد فراخان و نمیدونم اینکه لابی بکنن با 4 نیروی در واقع سیاسی غربی، دیپلمات غربی، که مثلا شما اگر میتونی از این طریق اقدام بکنی حکومت جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بدی که به نوعی کمک بشه، ابزارهای کمک بشه به مردم، خیلی هم بخوان همت بکنن. اون بحثی که در واقع پیشنهاد داده بود آقای رضا پهلوی، بحث این صندوق حمایت از اعتصاب کنندگان که نمیدونم به کجا رسید، یه طرحهای این شکلی رو بتونن تا حد جلو ببرن. بیشتر از این من در این نیروهای سیاسی حداقل من شخصا نمیبینم. و این گفتمان سازی بله، یه حد و اندازه و یه غیرت و یه همت و یه سواد و یه چیزایی میخواد که واقعا ببین، مثلا حامد که الان فردی که تونسته 4 فراخوان بده یه کار خوبی بکنه، اینم یک دو جین خطا داره ها. من نمیخوام الان باز کنم، تو اتاق قبلی کردم، میتونم پین کنم برای اتاق، که یعنی اشتباه محرز. مثلا یکی از اشتباهاتی که مثلا بیان کرده فقط یه دونش، میگه که مثلا از بیرون کشور به داخل فراخوان دادن غیر اخلاقیه. شما اینو شنیدی که ایشون میگه من فقط وقتی تو تهران باشم از این کارا میکنم؟ آقای قاضی‌زاده این جمله رو میتونید تایید یا رد کنید؟ خب خودش که میگه من آدم سیاسی نیستم. نه بلاد، نه میخوام درستی و غلطی این جمله رو بهت بگم. نه قصد غلطی این حرف. احسنت، وقتی مثلا الان خمینی خارج از کشور فراخوان میداد، یا لنین خارج از کشور بود، یا همین الان علی کریمی فراخوان داد، بی اخلاقی کرده؟ یک دو جین خطا این رهبران ما دارن و این قامتی که شما گفتی رو ندارن. منم با شما موافقم، حامد قطعا نمیخواد، اصلا اینقدر حرفای میزنه شگفت‌آوره. مثلا ما باش ارتباط گرفت گفت وقت نداره، وقتش رو برای چی گذاشته؟ مثلا میره دندون پزشکی میکنه، یا اینکه مثلا کار گل مثلا سازماندهی رو انجام میده. ایشون با یه ستادی کنارش باشه، از این سرمایه اجتماعی استفاده بکنیم، محکم ببریم جلوی این قضیه. ببین حرفای میزنن که اصلا شگفتیه. من اینجوری میفهمم، میگه نمیخوام، من اینطوری میفهمم. شما هم گفتی من در این زمینه کاملا باهات موافقم. آقای قاضی‌زاده، اینی که با هم دیگه جمع بشن و ماچو بوسه رو بدل بکنن و دیدار بکنن و حامد شاهزاده رو ببینه، اونا اگه با علی کریمی زنگ بزنن چقدر خوب میشه. اینا یک تمنای پوپولیستی از طرف افرادیه که به قولی نمیدونن چیکار کنن که یه چیز خوب بشود، ولی راه علمی ایجاد رهبری اصلا اینا نیست، چون این افراد اصلا اون ید و بیزار رو ندارن. مثلا یکیشون قوای عراق رو بسیج نمیکنه تو میدانه، یکیشون سیستان رو بسیج نمیکنه که اینا وقتی همدیگر دیدن یه چیزی اتوش در بیاد. اگر هم همدیگر رو ببینن، یک شورای اکتیویستیه، نه یک شورای الیت سیاسی. پولیتیکال اکتیویسم یعنی چی؟ دفعه بعد که میخوان آقای مکرون رو ببینن، وقت بیشتری مکرون بهشون میده. ولی اینکه حتی اینا همدیگر رو ببینن، خیال کنیم مثلا یه اتفاقی میفته، مثلا انقلاب زندگی آزادی، مثلا یه گام بلندی به جلو، از این خبرا نیست. حالا همدیگر رو خواهیم دید، این کلاپاس تعطیل نمیشه، این انقلاب هم به نظر من همچنان ادامه داره. با هم باز بیشتر صحبت کنیم، همونطور گفتی نظرات هم مختلفه و همیشه هم همینطور، اگه نظرات یکی باشه عجیبه. حتما همینطوره. و بخوام یه جمله بگم، آقای بهشتی
از این افراد نمیگذره این داستان. این اسامی هیچ کدوم اونایی نیستن که باید این انقلاب رو رهبری کنن. ائتلاف سیاسی هم که حتی میخواین تشکیل بدین، من با این صورت بندی که آقای معذرپور کرد به همین خاطر مشکل دارم. نه اصلا این شکلی نیست واقعا. یعنی که شما اون کسی که میخوای در ببین الان آقای معذرپور گفتن که به من برو بحث باز شد ببخشید، گفتن که باید رهبر از رهبر سیاسی از دل حزب در بیاد. مگه خمینی از دل حزب در اومده بود؟ گاهی اوقات برخی از خمینی آنالی بود و همین نتیجه رسیدیم. نگاه کنید الان کشور ما ناشی از اون آنومالیه. خب نمیشه که هر مثالی بزنیم. شما بخواید بگید مثلا میر حسین موسوی رو مثال زدید. آقا من اینو روش علمیشو بگم دوستان. اولا خمینی از حزب مسجد بیرون اومد. این که خیال کنیم کاملا از یک حزب خارج بود اینطوری نیست. اون سلسله مراتب عوض میخوام حرف بدی نزنیم دوستان مذهبی ناراحت نشن. سلسله مراتب آخوندی هستش دیگه تو هر مسجدی هم کوی برزنی مسجدی. ولی خب یکی اهمیت مالی داشتن از بازار و خمس و زکات و یعنی حزب لحاظ کار کردی اگر روش صحبت بکنیم مسجد خودش یه حزبه. درست شد؟ منم میخوام همینو بگم. میخوام بگم تشکیلاتی میتونه همیشه کارکرد شبیه اون کارکرد حزبو پیدا بکنه ولی اینکه یک حزب سیاسی نباشه. چون همه سیستم های دیکتاتوری سایه‌ترین کاری که میکنن اینه که تهذیبو میذارن داغون میکنن. یعنی همه این حکومت ها برای انقلاب شما این مشکل رو داری. تو کدوم میگن این کشورهایی که با یک دیکتاتور مثلا چند دهه رابرو بودن مثلا احزاب قدرتمندی وجود داشتن که از دلش بتونن رهبران رو معرفی بکنن؟ همه شون مشکل دارن. میر حسین موسوی رو مثال زده. میر حسین موسوی یه دو دهه از سیاست کنارگیری کرده بود. وقتی برگشت نیروهای ستاد خودش رو میخواست از نیروهای خودش بذاره. برای همین حتی به تعداد اون آدم ها مشکل داشت. ولی احزاب اصلاح طلب پشت سرش بودن ولی با همه اونا مشکل داشت. یعنی رهبر اون احزاب که نبود که، از دل اون احزاب که در نیومده بود که. یک کسی بود اتفاقا یه فاصله خیلی معناداری هم با مهمترین حزب اون دوره حزب مشارکت داشت. یعنی میخوام بگم که بله در شرایط ایدئال این اتفاق میفته. اگر چنین چیزی وجود داشت که اصلا ما فکر میکنم لازم نبود که یه اتفاقی واسه مهسا بیفته تازه بخواهیم به حکومت جمهوری اسلامی در این حد فشار وارد بکنیم. سالها پیشتر از این ما حرکت‌های بهتر رو اینا راه انداخته بودن در کشورمون یا از اتفاقهای گذشته استفاده میکردن و همونجوری که آقای بهشتی گفت که الیت میاد سوار میشه روی اتفاق و پروسه رو پیش میبره، تو از اتفاقهای گذشته این کارو میکردن. ما نداریم. هیچ کدوم از این آدم‌ها نیستن. همین آقای اسماعیلیون خودش به زبان خیلی شیوای فارسی گفت من دادخواهم، من یه پروژه دیگه دارم. بله اومد تا یه حدی ورود کرد ولی به خودش هم نمیدونست که این حد چقدر داره بزرگ میشه، چقدر قراره بزرگ بشه. و هر کدوم دیگرشون هم داستانهایی دارن که میتونیم بگیم که این نقشو نمیتونن به عهده بگیرن. این نظر منه ولی شخصا 100% موافقم. نظر من درست. نه کاملا درسته، اصلا همینه. بعد روش‌های دیگه شکلی رهبری هم ما داریم. اونم اینه که یه نفری میاد بولد میشه، دیگران اطرافش جمع میشن، با دیگران ائتلاف میکنه. یعنی اساسا تو پولیتیکال اکتیویزم میتونه برسه به فانکشن الیت. یعنی لزومی نداره که حتما با حزب باشه. بعد از حزب به عنوان ستاد خودش استفاده میکنه. رهبران پوپولیست مثالن. رهبران پوپولیست در طول تاریخ میان جلو چهره میشن، یه افرادی دورشون جمع میشن، بعد از حزب هم با اون سازوکار دموکراتیکی که آقای منظرپور گفت استفاده نمیکنن. خب دوستان خسته نباشید، به پایان این محتوا رسیدیم. امیدوارم که مورد رضایتتون واقع شده باشه. در مورد صحبت‌های آقای بهشتی که من البته با قسمتی از صحبتش کاملا موافق بودم، خیلی میشه صحبت کرد. من حتما سعی میکنم در محتوای آینده در پیوند با این موضوع حتما باهاتون بیشتر صحبت بکنم. اما خیلی ممنونم به هر حال از اینکه همراه ما هستید. لطف کنید که حمایت بکنید مثل همیشه از کانال با لایک کردنتون و به اشتراک گذاشتن کانال من و ویدیوها. من لینک کانال دوم رو در قسمت دیسکریپشن حتما میذارم و اونجا ویدیوهایی که کوتاه‌تر هستن و راحت‌تر میتونید گوش بدید رو در کانال دوم میذاریم. اگر دنبال نمی کنید میتونید سابسکرایب کنید و کانال دوم رو هم داشته باشید. من دیگه بیش از این هم وقتتون رو نمیگیرم. اون دوستانی هم که میخوان کمک مالی بکنن میدونن که با فشردن گزینه تنکس میتونن این کار رو بکنن. قبل اینکه ازتون خداحافظی بکنم،
بعد بهتون یادآوری بکنم که برای قسمت پایانی قسمتی از صحبت های زنده یاد بکتاش آبتین رو براتون آماده کردم که حسن ختام این محتوا هست. مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون بدرود. آبتین تو نمیترسی که یه موقع بلای سرت بیارم؟ چرا؟ که نمیترسم. اتفاقا یه بار با بازجون که صحبت میکردم اصلا یه نونچه تهدید منو میکرد که نمیدونم فلان و اینا. توی صحبتی که کردم باهاش یه جایی توهین‌آمیز شد صحبت های بازجون با هم و من اعتراض کردم، بهش گفتم که تو حق نداری با من اینجوری صحبت. بهش گفتم اونو همین الان اینجا میگم، زندگی برای من این همه نیستش. یه موقعی من میترسیدم که اینا منو کتک بزنن، بعد خوب ریختن سرم با چاقو منو زدن، نمیدونم به سرم آسیب زدن، یک سال بستری بودم. بعد میترسیدم که بیکار شم حقوقی نگیرم، بعد منو بیکار کردم. الان یادم نمیاد اون کتکایی که اینا رو من زدن چقدر منو آزار داد. اگوش میگم نموردم توی این بیکاری ها. چیزی که من رو میترسونه اینه که اینا منو بکشن و من به بازجون میره بودم، گفتم رفیق جون منو نترسون، تا اگه منو بکشی من یادم نمیاد که بودم. به این ترتیب نه که نترسم، اما فکر میکنم که مفهوم آزادی برای من ارزش بدتر از اینه که حالا یک آدمی مثلا من بشم 90 سالم و محافظه کار زندگی کنم. بزار در چه روز سالگی شجاعانه زندگی کنم.